گفتم من شخصا ایشون اگه واجب قتلم باشه بنده یه جورایی هیچ ادعایی ندارم رو هیچ تخصصی، ولی جنس امید، جنس مردم پر از درد و پر فشاره که حتی اگر قرار باشه حکم قتلم براش صادر شده باشه. ما خب خیلی بچه هامون بودن، بچه خودم دارم میگم، اینا همه بچه منن، به خاطر خطاهاشون باید براشون حکم قتل باشه، ولی من میگم اینا بچه منن، برادر منن. من اون موقعی که با شما حرف زدم، با اینکه اینقدر دارین ارزش ها و مقدسات ها زیر سوال میبرین، ذات شما ذات خوبیه. امیدوارم برسه زمانی که این معنا تحت تاثیر قرار گرفته. من به عشق شما الان میرم توبه میکنم. نه، اصلا کسی میتونه تاثیر بذاره که توی فضای حقیقی هزینه داده باشه؟ من فقط فعلا زبونم، هیچ هزینه جای ندادم، ولی میخوام بهت بگم میدونم چته، چون هم ساله مثل شما دور من زیادن، هم از نزدیکانم هم از اطرافیانم. بگم این که کلا 84 درصد ملت که امروز دیگه اسلام رو قبول نداره، این که معلومه دورتون زیاده. اینجوری هم به خدا هست. اسلام کارش تموم شده. من خوب با بچه ها در ارتباطم، نه اتفاقا الان نزدیک ما بحث اربعین دارم میرن گذرنامه ساده میکنن. امسالم که شنیدن اصلا پاس نمیخوان، چون من پاس نزدیک 400 تومن هزینه میخواد که پاس برای اربعین میخواد 50 تومن به هزینه کنه برای که یه سری مشکلات حل بشه. پارسال یه خیابون بسته شده و الان دو تا خیابون. من اینقدر کوچه پس کوچه اومدم، چه جمعیتی از حالا وایستادم برای ثبت نام؟ پس روز به روز داره گسترش پیدا میکنه یا چیز میشه؟ خانم 6 میلیار فقط 6 میلیار شهرداری برای تبلیغات برای تبلیغات اربعین امسال هزینه کرده. آقای مهدی عباسی عضو شورای اسلامی شهر تهران گفته 6 میلیارد ما فقط برای هزینه تبلیغات، ما هزینه با این همه پول مملکت رو گذاشتید پشت داستان. الان مهدی رسولی هم که اومده شماره حساب داده این رو مدداه که باید چیز کنیم، علاوه بین المللی پول جمع کنیم، کل بودجه مملکت رو گذاشتید که اربعین مردم برن دیگه. بالاخره 4 نفر هم میرن دیگه، زیاد خوشحال نباشید. البته من مشکل ندارم با بندیات، من میگم البته مهمه که قدرت دست ما، اقلیتی که قدرت دستتونه، ولی ایراد نداره. من مدافع اربعینم اتفاقا، خدا واقعا هرچی میخواید بهتون بده بابت برگزاری اربعین، چون ما اصلا هدفمون از شیعه اینه که گن بزنیم به تمام قوانین اسلامی. شما الان یه رقیبی هستید برای حج. از این نظر من خیلی خوبه، من مدافع اصلا عید قدیرم. اصلا تو عید قدیر ما یه فتنه ای انداختیم تو دنیای اسلام. واقعا من ازتون سپاسگزارم از این بابتا. مشکلم با شیعه اینه که الان یه خورده پاچه خود مردم خودمون رو گرفتید. تا اونجایی که شماها فتنه گری میکنید تو دنیای اسلام، من کوچیکتونم به خدا. دوستتون دارم. هموطنی. اصلا عرب این قابل مقایسه با مکه نیست، چون مکه شرایط داره برای حج رفتن، ولی اربعین و کلن زیارت عراقین یه جورایی میگن قرض کنین و برین. خب این از حالا که دارن وام میدن، فهمیدی که وام میدن برای رفتن اربعین؟ خب ببین حالا اینو بگم، برای سفر شمالم که شده دولت و نظام وظیفه داره برای تفریح مردم نهایت تلاش رو بکنه، مثلا مسیر شمال خیلی اوکی کنه. خب حالا اینم یه بحث زیارتی برای میلیون ها نفر که دارن این طرف میرن. این نظام مقدس بخشی راستی الان به خاطر که شرایط سخت، ولی یه چیزی بگم من، چون یه خب ببین شما بفهمید، من چون یه سعادتی در جمع خیرین کشوری، شما فکر کنین چند درصده این بودجه یه فقط همین اربعین رو خیرین دارم میدن؟ خیرین انگوش شما رو ببین، منی که میرم 50 میلیون میدم، خیرین به پول نفت دیگه اینا چیز نیست. شما فکر کن، نه شما فکر کنی نزدیکان من هستن، کسی که یه بارم توضیح دادم گفتم کسی در شرف ورشکستگی بوده 5 تا مثلا مشرمه داشته، گوش کن، یه مشتمل شو نظر این فضا میکنه. خب
برای این بحث اربعین. و جالبه میگه این مشتم سال به سال داره گرون تر میشه. حالا مال ماندانا جان به جای این کارا چهار تا اولا به جای این کارا به خانم های مذهبی ماندانا جان گل ازت به من پرواز اینا سالانه هم دارن بحث جهیزیه بحث فقرا میگن ما این مجتمع را به نیت اربعین گذاشتیم نمیتونیم پولش رو ببریم تو جهیزیه. من یه سوال دارم این لایحه باج خانم ماندانا من میگم که شما به جای این حرفا به دخترها و خانمای حزب الله یاد بدید یه خورده به خودشون برسن که شوهراشون دنبال باجناقاشون راه نیفتن. این لایحه باجناق گرایی چی شد راستی؟ الان ما بعد حقوق اقلیت باجناق گرا رو بالاخره به رسمیت بشناسیم نشناسیم به جای این چیزی که شامی الان شما با روشی که دارید میرید کل مرداتون رو دیگه چیز کردید دیگه انداختید به جون باجناقای همدیگه. مرد سالم بین شما مذهبیا نمونده، فکر برگزاری اربعین هستید. آقا بودجه نفت کشور رفته پشت برگزاری اربعین. ببین به امیر بگو من دیده، من به عنوان یه خانم محجب با این سنم از لحاظ ظاهری چجوری بودم. اتفاقا دخترای امروزی خون و حتی ما دخترای قدیم هم مادران شما اون زمان هم اگه به نگاه حالا نگاه بکنیم اصلا کسی که تمیز و طاهر و به خودش میرسه میشه بهش گفت یه خانمای حزب الله چرا انقدر. حالا من شما رو کار نه، این خانمای حزب الله چرا همشون سیبیل دارن همشون هم بو میدن؟ این چه قیافایی ابروهاشون چرا پاشه بزیه؟ شما چند سال ایرانیسی امیر؟ تو اونجا ترون این دختر مذهبی رو میبینی آیا اصلا نکردن؟ مال خانم وزیر امنیه. امیر خانم خوشبخت. امیر به من راست بگو. امیر من سوال دارم ازت. به من راست بگو این خانمایی که چادری ان حزب الله ان خوب دل میبرن، خوب چیز اشوه میان میدن. آره. خیلی خوشبخت. آره. دخترای مذهبی با موردای ازدواجیشون که خانواده‌ام تایید کرده تا بعد از اینکه صیغه‌شون جاری نشه اصلا یه جورای رفتارای محبت آمیز و اینا ندارن. خب حالا صاحب از فرد ازدواج چی کار میکنن که طرف بلند میشه میره با باجناقش؟ من اتفاقا بعضی پسرها، نه حالا پسرای مذهبی، پسرای مثلا حالا امیر که خانوادهای مذهبی هستن میان مثلا میگن خب فلان دختر مذهبی به ما معرفی کردن اصلا سلام و جوابم زوره کی میده دیگه برسه به حال احوال. ولی ما بعضی مورد داره میریم وای که چقدر عاشقانه، میگم خب اون اشتباه. و میگه خون گرمه، میگم خون گرمی دخترم میدونه کجا بفهمی؟ برو ببین تو کانون خانوادهش چجوریه، با دوست و رفیقاش چجوریه. اگر دیدی با محارمش با دوستان صمیمش ارتباطش قوی و خوبه مطمئن باش فردا بعد از ازدواج با تو هم همینجوره. بنا نیست با مورد ازدواج کسی گرم بگیره، حتی سرشون زیر نگاه به هم نمی کنن. یه سلام شروع میکنم فقط معیارهای ازدواجشون رو میگم و تو انتظار داری این دختر نجیب با حیای اتفاقا فوق‌العاده خوشتیپ و از هر لحاظ موجه بیاد به هر پسر تو خیابون رو بده با هر نه من میگم که به شوهر خودش رو بده که نه دو شوهرش دنبال باجناقش. الان چرا بیشترش آن پسر من الان یه سوال دارم بیشتر مردای مذهبی محب به امام حسین چرا الان علاقه دارم به مردای دیگه؟ نه این نظر شماست. آمار طلاق ما نشون میده که بیشتر تو چه دی تفکر آمار طلاق از زندگی هم. الان خودت هم که داره اینو میگی به این حرفت باور نداره. میدونه چرا؟ چون من متوجه شدم شما خانواده پدری یا مادرتون تیپ مذهبی مقیدن، دختراشون و مادراشون و خانواده متاسفانه خانواده منم بخششون مریضی شیعه رو دارم. متاسفانه خانواده منم بخششون مریضی شیعه رو دارم. آیا مادر شما به عنوان یه فرد مقید آیا آدم تمیزه نیست؟ به هر حال مریضی شیعه رو داره دیگه. حالا فامیل اون مریضی رو نداره. تو این بخش خوشبختانه گوش کن، مادر شما به خاطر لقمه پاکی که خورده و قطعا ذکر و نیایشی که تو زندگی و قلبش داشته یه بچه یه باهوش یا به دنیا آورده. ولی به مرور زمان این منیت از اون روشات ماندانه از اون روشات با هندونه گذاشتن زیر بغل میخواد من رو بیاره چه شیا با منیت و خودمحوری افتاده تو جاده انحراف. بعدم میدونم خیلی هم اذیتت کردن. خب دیگه یه بار قاط زدی برحال حالا شهر یه جا خدا دست ما رو گرفت ما دوباره خر شدیم شیعه شدیم خدا رو حالا نه شدیدیم. خر نشد ولی
حیفه. من همش میگم بعضی من این حرفا رو به امیر عباس نمیگم، بهشم تازه میگم امیر خناس، میگم حیفه، چون دیدم مادرش هم آدم عوضیه. ببینید من حیفه. واقعا حیفه. من الان تو جزایر قناری حیفه که با دو تا ویلا نشستم، بعد پاشم بیام تو قم کنار شماها. واقعا ببین این امیرها، نه قم مرکز اتفاقا فساده، هر چی فتنه است. ببین هم رشد و تقویت اسلام، هم تخریب اسلام، تو همین قوم اتفاقا. خب چرا تیتر منو زدی الان؟ من تیترمو زدی الان، تعداد کمه، بعد میگم که امیدانا اومد تعداد کم شد. برو اونجا که دلت میگه، خب برو اونجا که دلت میگه. دلم میگه که الان بزنم کلش شیعه رو از ایران اخراج کنم. الان دلم میگه که بزنم کلن کل داستان شیعه رو کلن تموم کنم. برعکس، نه نه، این برعکس اون چیزی که میگی. وای من اگه بگیرن الب میکنم، بله میکنم. من فکر کنم امثال مثل شما و نفخرآور بیای قشن تعهد بدی، زیر نظر باشی، زندانم حتی بری زندانه، وطنت ارزش داره به اون زندگی نکبتی که حالا هر جا هست. من نمیگم تو جزیره فلان خدا من الان زندگی نکبت شما نمیدونی. الان من اینجا خونم بغل ساحل، این خانومای عوضی اسپانیایی لخت، تازه سوتیان هم نمیپوشن بعضیا لب ساحل. یعنی اینقدر صحنه‌های گناه، یه گناهی من دارم میبینم. آخ 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 آخ، چقدر من دارم گناه میبینم. میگم من اگر تو برو خدا نجات بده اسپانیا، من اگر تو زمست اومدم اسپانیا که منو نمیکشین، یا میخوام اونجا بیام ببینم. نه بابا ما اصلا کشتن که مال آیات قرآن، من به قرآن اعتقاد ندارم که قرآن میگه یا قتلون فی سبیل الله. ما شما رو دوست داریم، ما اصلا برنامه داریم فردا اگه حکومت گرفتیم بخش قابل توجهی از شما خانوما و آقایون مذهبی رو میخوایم ببریم روانپزشک. اصلا یه خورده آلودگی ها بره بیرون. خب من کجا بیام که تو چادر از سر من میخوای بردارم؟ چادر که چه بخوای که نخواد که ما تو ایران از سرتو میکشیم، اون که اصلا بحثی نداره. اونو که خیال قراره بیاد بکشی، زمانشو بگو، جاشو بگو. نه خانمای مرتبی دیگه، شما بزنم به تخت خودت تانکی میزنی بچهای ما رو اون وقت داغون میکنی. با شما قایم، شما خانم خوبی هستی. شما خودت بعدم شما میدونی شما آب ندیدی، وگرنه شناگر ماهری. یه خورده ما فضا رو باز کنیم، شما خودت برای ما دو تا دیسکو خوب را میندازی. کسی که بعد 35 سال تو اوج زیبایی و مال و منال و لذت میاد همه اینا رو میذاره کنار و میاد توی فضایی که مورد تخریب و تهدید و از تمام مسائل اقتصادی اینا دور میکنه، به نظر تو این جو گرفته بنده؟ نه ببین مریضی مثل اینه، مثل حرفتون مثل چیه؟ مثل اینکه یارو تو 60 سالگیه یا همین آقای فیروز نادری کهکشانا رو رفته و فلان و ناسا بوده، یه دفعه توی سن و سالی افتاد زمین مریض شد. یا افسردگی و مریضی های روانی تو هر سنی میاد. حالا تو سن شما یه خورده سن بالاتر این بحث شیعه مریضی شیعه یه خورده توتون قوت بیشتر. ببینید من بگم ما شماها رو ما شما پروانه بده ماندانا جان، ما شما عزیزانه که هیچ وقت چیز مجرم نمیدونیم، ما یک فرد مسلمان را عموما یک مریض میدونیم. خب آفرین، پس من مریضم. حالا برات بگم، من تا 35 سالگی اینقدر فشار عصبی و خودخوری داشتم، میگم با اینکه تو اوج لذت های دنیایی بودم، ما یعنی فکر نمی کنی که من دست به سیاسفی تو زندگی نمی زدم، همش به خوشگذرونی بودم و پولم به پام می ریخت. شد و الان هم هست، ولی نگاه اون زمان و حالا رو دارم میگم. بعد شما فکر کن اینقدر من زود عصبی می شدم که عمل تیروئید کردم و سرطان تیروئید گرفتم. خب ولی بعد که اتفاقهایی برام افتاد که زندگی من عوض شد و نگاه امام حسین و هدیه امام رضا رو بحث چادرم، الان سال هاست من نه یه قرص سرما خورد. ببین نه که بگم من ملاکم پس یکی بگه من این همه مثلا اعتقاداتم رو دارم، بعد من نه خودم رو دارم میگم که تو میگی آدم مریضی هستی. من یه سوال دارم، شما ازدواج کردی؟ بانو ماندانا شما ازدواج کردی؟ الان گفتم. خب من میخوام ببینم خب من میخوام ببینم شوهرت عشق کافی بهت میده؟ نه جدی سوال دارم میکنم. الان گفتم، داشتم میگفتم با امیر از همسرم، میگفت شما رو من دیدم خیلی خوب موندین، خیلی از روز ظاهر گفتم. با شوهرتون چند سالگی ازدواج کردید؟ من 17 سالگی، ایشونم نزدیک 20 سالگی. خب شوهرتون مذهبیه؟ سال 70 بله.
خب دیگه شوهر تو مذهبی، شما رو هم دوچار کرده به این مریضی شیعه دیگه، طبیعیه. نه شوهرم مذهب نه مذهبی که صبح تا شب بیاد حالا تو این ور اون ور بحث طبیعی، چونشون صنعتگره و تو کار صنعت ملی فوق العاده دست در آتش داره و رو بحث رید ملیشون خیلی تاثیرگذار بوده و خیلی خوشحال. یعنی من دیرو که اومد یه هفته نبود الان داشتم برای بحث خب سوال دارم. من الان یه سوال دارم، حالا قضیه بحث شخصی، من الان قرآن رو پاره کردم. سوال شخصی میکنی؟ حالا سوال دارم جواب بده. نه سوال کلی میخوام بپرسم که به درد آدینس بخوره. من قرآن رو پاره کردم، فکر میکنم اندازه موی سرم، بعد دیگه چیزی هم نمونده واقعا در مورد دیگه اهل بیتتون نگفته باشم، یعنی هر چی الفاظ رکیکم بوده به اینا گفتم. الان من دست شما باشم با من چیکار میکنید؟ بذار من جوابش رو بذار خانم جزی من بدم. اگر حکم تو رو بکشم خانم اوجاجی آقای اوبونتو رو میشه لطف کنید کیو بیارم؟ من کسی رو نمیدونم. من هیچ فضایی کسی اجازه رو جواب امید ما بدم. امید ما اصلا تو بگو اقلیتیم، بگو اصلا یکی در هزار تا. خب ما جونمون بره بعدمون سرمون امام حسین که نمیذاریم بره. خب این مملکت دست شیعه است، سرمون بره. خود من حاضرم سرمو بدم، جونمو بدم، پرچم آقا امام حسینم تو این مملکت نیفته. خب خیلی ها مثل من سرمون جونم بره خوب. که عموما الان شما بچه مذهبی ها جای دیگه داری میره، الان میتی حق شناس آقای سقطی و اینا قسمت پایین تنه شون داری میره. مگه اینا مذهبی هم؟ مگه اینا سمو بابا رئیس آقای سقطی، آقای سقطی رئیس ارشاد اسلامی مذهبی نیست، شما مذهبی نیست. خب معلومه که مذهبی از دیست عفیفانه صحبت میکنه آقای سقطی. اولا این که ثابت بشه این برنامه درسته یا درست نیست یه بحثی. اون که درسته، اون که درسته، ولی یه سوال دارم. شما آخر با من چی کار می‌کنید؟ بانمان دانا حالا نپیچنید دیگه، من قرآن رو پاره میکنم، با من چی کار میکنید؟ ببینید اگر من نوعی حکم داشته باشم که شما رو بکشم، نمیکشم، میگم یکی دیگه بکش. من نمیکشم. نه اسلام چی میگه؟ نه بس به اسکپ هم گفتم من کنم. اسلام هم خط قرمزای خود شده گفته چه جاهایی با حریم قائل باشه. آقا من دقیقاً کلیت اسلام رو رد میکنم، من محمد رو رد میکنم، من اتهام میزنم به آقای محمد که با حضرت علی ارتباط جنسی داشته. حالا با من چیکار میکنی؟ ببین همیشه را به را رو گفتی این همه آدم مثل تو ایران دارن زندگی میکنن، این کار هم میکنن، ولی وقتی بدونن توی فضل حقیقی اکثریت ملت ایران دارن خوش میدن بشتیه دیگه. گفتی خیلی هم مثل من هستن. نه خیلی هم کنم را اشتباه گفتم. خب هستن کسایی مثل شما و جمله بنده ما شاله اینقدر تو حرف آدم میپر کردم یه حجم من کوچیکتونم هستن کسایی مثل شما این مدل تفکر رو دارن نسبت به فعالیتی که دارین. خب باتون رفتار میکنم، من فکر نمیکنم تو رو اعدامت کنم. چی کارم میکنم؟ ما چهار میکنم؟ زندانت میبرم برای باجناب بازی؟ باجناب گرهی؟ اونم ارزش نداره، فکر نکنم اونم نمیشه اونم نمیشه ما به درد دادن هم نمیخوریم. یعنی از نظر شما نه به درد اونم نمیخوریم، ولی من دلم برای مامانت میسوزم، نمیدونم چرا. یه جو من از مادر شنیده که مرسی. من دلم برای مردم ایران میسوزه که 1400 سال گیره، من دلم برای شما میسوزه که از کل لذتهای زندگی گیر این چادر و این شما میدونی همین چادری که میسوزه. در بحث ملیگرایی ادامه ندید آیا علی جان. من خودم در بحث ملیگرایی شما موزتون رو چرا ادامه ندادید؟ به خاطر که شما جنایت کردید، بچه های مردم رو کشتید. الانم فقط با شما کار دارم. ولی یه سوالی که دارم اینه که بانو ماندانا میدونی 22 تا بیماری به خاطر این حجاب، بیماری پوستی و سنگینی پرده گوش و اینا براتون میاد؟ اتفاقا برای این که بدونیم من نه تنها این پوشش رو دارم، وقتی که بیرون تو آفتاب میرم تازه ماسک و عینک دودی هم میزنم، شاید بعضی واقعا بیرون من نشناسم به خاطر اینکه حساب محفوظ باشم. از وقتی هم که چادری شدم هم سرما خیلی پوششم ببخشید اینکه صورت گرما خنک کردم. مردم میترسی؟ مردم میترسی شناسایی بشی؟ نه برای آفتاب که پوستم خراب نشه. مگه نمیگم من سر نشناسن منو؟ من گفتم خب با این شرایط شاید کسی منو بیرون نشناسه. ماشاءالله اصلا تله. ببین امیر پوشش منو بیرون دیده،
من همینجورم همه جا، ولی به خاطر آفتاب خودم رو بیشتر میپوشنم، برای همین پوستم خیلی خوبه. قبلا که حجاب نداشتم آفتاب نخوره بابا، ویتامین این همه ویتامین بی و اینا میره، تمام این دست و پای من سیاه بود چون در معرض آفتاب بود، آستین کوتاه بود. عزیزم شما اگر موهات یه ذره آفتاب نخوره، اینا که کلاه میذارن برای همین موشون، این پیاز موشون ضعیف میشه، ویتامین بی 5 موشون کم میشه. به من بگو که من موهام خیلی پره دیگه. ببینید شما زنای مذهبی نصفتون کچلیتون بابت همینه که شما روسری و چادر میذارید. اتفاقا آلودگی که توی هوا هست، خب این پوشش باعث میشه که آلودگی کمتر به موی سر بخوره، و من به خاطر ارتباط که با موردای ازدواجی همه جور تیپ و عقیده دارم، میبینم بیشتر اینا که پوشیده هستن فوق‌العاده از لازه هم جسم هم روحی عالی هستن. بابا شما انداز که روی همه تون داغونید من نمیدونم که کیو دیدی اندازه روحی روانی، من روانشناس هم، شما خودت دکتری افسردگی شدیدی. ببین الان شما، من به قرار رشتم روانشناسی بوده دیگه، من به شما میگم مشکل داری. آقا دکتر بهت میگه که چی داری مشکل داری. باشه شما چه مدت کلاب هاستیم؟ بریم به هر کی که میخواییم. خب اینایی که قدیمی کلاب هاستن بگین تا حالا شما عصبانیت حجاجی رو دیدین یا ندیدین؟ هیچ کسی تا حالا نه تو اوجش بشه. نه این که پوشش شما خانمای معصبی کلفته که این که دیگه اصلا اثر منوشم هم کلفته هم خوبه بدون کک. نه میده چرا به خاطر امر معروف و اینا زیاد فوش خوردی پوستتون کلفته. حالا منم پوستم کلفته چون حالا از جهت مختلف زیاد فوش خوردم پوستم کلفته. من اتفاقا من اولا امر به معروفم، سبک فعالیتم پیرامون مسئولین خانومه، مثلا تو کف شهر خیلی کم هستم، و اگرم به کسی تذکر بدم اینقدر قشنگ رفتار میکنم. یه سوال دارم از این کارام میکنید که مثلا چه میدونم به چی میگن الان شما میگید از این چیزایی که زدن که مثلا خانوم ها آقایون رو با هم آشنا میکنن، از این کارام میکنید؟ بند رابطم دلال محبتی نه معرفم حسن افرا، ولی بند رابط بین معرفی و خانواده هستم. بعد حالا شما یه سوال دارم، شما این که اسلام میگه که شما مثلا مرد میتونه 4 تا زن بگیره با این مشکل نداری؟ خب الان که شما به عنوان یک فردی که ادعا دارین که تخصص تو مسائل دینی دارین الان داره یه چیز تحریف میکنین، کجا اسلام؟ من دارم از شما یاد میگیرم خانم ماندارا، من دارم سوال میکنم، میگم که ببینی. اسلام میگه 4 تا زن بگیریم، شما باش مشکل دارید یا ندارید؟ مجوز داده شده ولی یالم هم شرط گذاشته شده. حالا همه شرط‌ها رعایت بشه، همه شرط‌ها رعایت بشه، آقا امیر میتونه زن دوم بگیره؟ الان یه زن دوم جوان‌تر، مثلا الان شما چند سالتونه؟ نزدیک 50 سالتونه. آقا امیر الان بره یه دختر 20 ساله بگیره، همه شرایط اسلام هم همه شروطش همه رو انجام بده، نظرتون چیه؟ من هیچ مردی نمیتواند به جز یه مدل مردان، مردایی که توی فرهنگ کشورشون مثل عرب، مثل بعضی از کشورها، مثل بعضی قومیت ها، مثلا بعضی اهل تسنن ها، اینا شاید نپیچون منو. من میگم شوهر گرامید آقای امیر همه شروط رو انجام میده، اجازه میده یه دختر 20 ساله رو بره عقد کنه؟ چون سوال اشتباس من جواب نمیدم. اصلا ولش کن، شما فکر کن زمان پیامبر زندگی میکردی؟ پیامبر که میدونیش دیگه میگه 13 تا زن، شما 12 همی اگه پیامبر مثلا 10 تا زن داشت به شما پیشنهاد ازدواج میداد زن پیامبر میشدی؟ همسر اول اجازه بده مشکلی نیست. خب میخوام همون بپرسم، میخوام خانم ماندانا اجازه میده امیر جان به عنوان همسر اول یا نه؟ شما اصلا فکر کن خدیجه بودی تو. ببین خانم ماندانا، تو خدیجه ای، خدیجه که زنده بود اجازه نداد، ببخشید شوگر مامی بود اجازه نمیداد. بعد از مرگ خدیجه شما فکر کن مثلا چه میدونم عایشه، سوده، چون این دو تا زن اول محمد با هم گرفت. سوده 50 سالش بود، عایشه 6 سالش بود، کاری ندارم. بعد از عایشه یا سوده شما بکن جز از زنهای اول محمد بودی، اگر دوباره میخواست زن بگیره شما به پیامبر اجازه میدادی ازدواج کنه؟ میگه اما ایشون که پیامبرم، من به همسرم همون روز اول بهش گفتم اگر از من راضی نبودی و در هر شرایط من اجازه میدم، با اینکه خودم با این کار مخالفم. شما یعنی با حکم خدا؟
شما با حکم الله مخالفی که مرد دو تا زن بگیره؟ الله اکبر، الله اکبر. تو فقط میخوای حرف بزنی، بس سوال. آخه شما میگی من مخالفم، شما نمیتونی رو حکم خدا مخالفت کنی. الله اکبر. من دارم میگم یه ذره پس گوش کن، سوال میکنی جواب نمیخوای بگیری. خب شما به در نهایت به شوهرتون اجازه میدید، درسته؟ من اجازه دادم با این که با این کار فوق العاده مخالفم، چون میدونم شوهرم هم این کار را نمی کند. خب یعنی شوهرتون میخواد بگه پیامبر کار زشتی که چل تا زن گرفت؟ یک از یک ماشاءالله. یعنی تو نمیدونی پیغمبر واسه چه زن گرفت؟ حالا از من نوعی داره میپرسی، میخوای بگی به خاطر مسئله این که با اقوام و این... یعنی میخوای بگی یعنی... اجازه بده دیگه، اجازه بده، میخوای بگی دو که دو تا همسراشو دوست داشت بعد از حضرت، از دو تا بچه همسراش بچه داشت، دو تا همسر اصلا بچه دار نیست محمد از... ابتر بود بلش. بعد حالا بعد از حضرت خدیجه که فوت کردن از یه بانو فقط بچه دار شد و سلام، اصلا از هیچ کدوم بچه دار نشد، اصلا نشد. حالا اونه کاری ندارم، من میخوام ببینم که پیامبر در چی اینقدر زن گرفت؟ ماندانا جان شما بگو پیامبر چرا زن گرفت؟ به خاطر شهوت نبود؟ یعنی به خاطر هوس نبوده؟ نه برای چی بوده؟ برای چی بوده؟ اوج جوانی و لذت نیاز این کار خب پول نداشت اون موقع، اون موقع پول نداشت دیگه، بعد هم که رفت شوگر مامی گرفت که 20 سال ازش بزرگتر بود، کاری که پسرای امروز میکنن. 20 سال من میگم، من میگم 25 سالش بود. شما کی باشی؟ امید نادر تو 20 سال با خدیجه بزرگتر بود خانم. تاریخ طبری میگه، بیهقی میگه، ابن هشام میگه. محارم بگو. امید نادر. به جای زر زدن از سکس محارم در آینه زرتشتی بگو. عزیزم عزیزم نگار جان، نگار جان بعد از که اومدم با خودت بهت میگم، نگار جان بعد از که اومدی بخونم خدمات بدی بهت میگم. عزیزم برو، عزیزم برو، عزیزم پایین بذار با ماندانا جان دارم صحبت میکنم. ماندانا جان من یه سوال دارم، تنها کسی که تحمل تو رو داره منم. عزیز منی تو آخه ببین ماندانا جان من این سوال دارم، پیامبر برای چی ازدواج کرده؟ اینو به من بگو تو رو خدا. من به جا مامانت پندودم. شما تا از سر منی، شما بگو پیامبر چرا ازدواج کرده؟ نمیدونم بنده خدا رو مجبورش تو الان که گفت نه اینو بگو پاسخ بده. من میگم، من ادعا میکنم پیامبر به خاطر مسئله شهوت ازدواج کرده. شما چی میگی آقا امیر؟ شما بگو شما چی میگی؟ بذار آقا امیر بگه. درست بوده که حالا اینجا درست من نه جان، من یه آدم مریضم، من یه آدم مریضم، تحلیلام همه غلطه، ولی میخوام الان شما حقیقت رو بگید. امیر جان من میگم پیامبر به خاطر مسئله شهوت ازدواج کرده، شما نظرت چیه؟ گفتم سوال اشغال بوده، چرا چه اشغالی داشته دوستش داشته؟ همین شده رفت. آقا دستتو بده من ببوسم. قبول کرد محمدش یه آدمه ببخشی هرزه بوده، تموم شده رفت. آقا من دستتو میبوسم، تموم شده. این امیر از تو بعد تا نرمالی، یه جا فاز انقلابیه، یه جا فاز پهلویه، یه جا میره اتاق امیر پهلوان من دارم امیر رو ولش کن. من ماندانا ببینیم، ما میخوام یه نتیجه بگیریم. امیر جان یه لحظه وایس من با ماندانا به نتیجه برسم. نگار جان تو اینقدر دستت بالا نبر، من بعدا میارم جزاره قناری بهت میگم داستانش چیه. سلام ببین ماندانا، خوش اومدی. بعدش هم پیش میاد نیستی تو نهایتا یا ترکیه ای یا دو همین اطراف خودمون هم هست. یه رو من میارم من ایرانم. ببین ماندانا جان الان شما، من ادعا میکنم آقا دفاع کن دیگه ماندانا، من الان ادعا میکنم پیامبر شما به خاطر مسئله شهوتی ازدواج کرده، شهوت ران بوده. شما میگی برای چی ازدواج کرده؟ من به آدم که نمیخواد حقیقت رو بدونه و خودشم بهتر از هر کسی میدونم عقلم کم سابقه بانو ماندانا، من به قول قرآن پرده افتاده جلوی چشام، گوشام هم سر به داغ ریخته شده، فهم حقایق الهی رو نفهمم. اما اینایی که آدینسن شما به اینا بگید که چرا پیامبر ازدواج زیاد میکرد. بچه های راه نمایی و نوجوانم این مسائل میدونم، برو پیرامون همه میدونم. خب بله همه میدونم، مشکل اینه که شما نمیدونی. خانم ماندانا بچه‌های بانو ماندانا، همه بچه‌ها میدونن که پیامبر آدم شهوترانی بوده، مشکل اینه که شماها نمیدونید. اینی که ماها میدونیم که میدونم میدونید. کسی که شهوتران از 14 15 سالگی علائم اون نابجا بودن و ضد اخلاقی بودنش و اینا مشن، نه کسی اینه که بگذاریم که پیامبر به شطورهای ماده رحم نمی، به شطور نرش هم رحم نمی کرد، شطورباز بوده. اونه که ولش کن، شطورگرا بوده. به امین
به امین اون منطقه معروف بوده. حالا اینا رو ولش کن، اون موقع که پول نداشت، اون موقع پول نداشت، برای همین با یه تن پولدار ازدواج کرد. اینا رو کار ندارن. یه لحظه ماشاءالله. خانم ماندانا شما، من نمیذارم فرار کنی که شما به من بگو پیامبر چرا ازدواج کرده اینقدر زیاد. باشه آدم امینی بوده، همه چی بوده. شما به من بگو این 40 تا زنی که گرفته، خانم ماندانا این 40 تا زنی که گرفته به قول شما شیه 13 تا گرفته، این 13 تا زن رو چرا گرفته؟ خواهش میکنم جوابو مستقیم بدید. اگه مایکده ببندی من یه دو کلام حرف چه من مایکم نبندم، فقط ما رو ناکجا آباد نبرد، بگو که پیامبر چرا 13 تا زن گرفته. من میگم بابت شهوته. شما چی میگید؟ اینقدر بنده، اینقدر رب امیدی در حد تو نیست بر راحت ما داریم بابا، داریم الان تفریح میکنیم، داریم تفریح میکنیم. ببین این که دونم. این که حرف نمیزنه، شما حرف میزنه. ببین موقعی ماندانا جان دون امید، ببین ماندانا، ببین ماندانا دون امید منو نپیچون. تو رو خدا به من بگو که پیامبر چرا اینقدر زن گرفته. ارزش داره قرار تو رو بکشن. نگاه کن موقعی جون خودتون پس موقعی خدا جون شوهرت راستشو بگو. ببین موقعی که حضرت خدیجه تمایل نشون میده که پیامبر بیا سمتش خواستگاری، آیا موقع میدونه زمان ایشون پیامبر میشه، یک فرد شاخص در تاریخ میشه؟ نه، به خاطر اخلاقش، به خاطر امیر خب اوکی. بعد از مرگ خدیجه چرا 13 تا زن گرفته؟ خب برو عجب آدمیه. میخوام بپرسم دیگه آقا، من میخوام بپرسم خدیجه که مرد، پول خدیجه هم براش مونده، چرا انقدر زن گرفت؟ خب اینا پس فهمیده که پس حضرت خدیجه نمیدونسته ایشون بعد چه اتفاقایی براش میفته، به چه جایی میرسه. به خاطر یک خانم ماندانا، یک چرا انقدر زن گرفت بعد از مرگ خدیجه؟ چرا به جز سوده همه زنهاش زیر 20 زیر 25 سال بوده؟ این هم پاسخ بدید. ممنون میشم. همچین چیزی نبوده. خب صفیه 17 سالش بود، جوریه 20 سالش بود، ریحانه 20 سالش بود، عایشه 6 سالش بود، تنها دختر عمر حفصه 27 سالش بود. به من نگو که من خوردم تاریخو. اینو میگم. بعد کسی که شهره بوده به اخلاق، به مرام، بعد تو داری میگی که چه رفتارای نابجا داشته که من نمیخوام توضیح بدم. این از این سوال هم بانو ماندنم گروه بابای همی... من پیامبر چرا اینقدر زن گرفت بعد از مرگ خدیجه؟ همسرانش هم که دیگه خودت میدونی، یا دختر یا به قول معروف از قبیله بوده که مقابل پیامبر رو تفکرش میستاده و اینا همش ازدواج سیاسی. عجب خوبه. خب من هم الان مثل پیامبر باید بیام شما دختر مذهبی ها رو بگیرم. مگه تو زن نداری؟ مگه پیامبر زن نداشت؟ من هم به خاطر اینکه افکارم ببرم جلو الان میام من یه ببین اعترافت میدونی چیه اینجا؟ میخوای بگی پیامبر جنگ داشت با قبیله دیگه زنگ، یعنی رسما میخوای بگی که زنا در نگاه پیامبر وجه المصالحه دیپلماتیک بودن؟ نه، به خاطر مسئله دیپلماتیک زنا رو بازی چه قرار میداد؟ شما تا حالا سوال اولش قبول کن عزیزم، عزیزم حالا سوال، حالا ما میگیم شما درست میگید، شما به خاطر وجه المصالحه دیپلماتیک که خودش عذر برتر از گناه، چرا جوونا رو میگرفت؟ چرا زن مثلا همسن و سال خودش نمیگرفت؟ چرا همه زنا خودش وقتی که بالای 55 سالش بود همه زنا زیر مثلا 25 سال بودن؟ ببین اینم بگو خواهشام، اگر زنی بوده که سنشم بالا نبوده که من مخالفم، اکثریت اصلا در سطح و سن نبوده، بجز خدیجه و سوده شما یک زن از پنج، آقا من بی سوادم، شما بجز خدیجه و سوده یک زن نام ببر که بالای 25 سال بوده، البته هفتم بهت کمک میکنم 27 سالش بود. حالا من بجز اینا شما یک زن بیار بگو که آقا پیامبر با زنهای 40-50 ساله ازدواج کرده، همه زنش 20 ساله بودن. بابا بدون مسلمانی هستی. الله اکبر. الله اگر فکر کنیم حرف تو درسته به خاطر اینکه بقیهش رو شوهر داشتن. خانم فکر کنی من دارم تاریخ رو میگم، چی رو فکر بکنی؟ من اصلا نظر نمیدم که، من قطعیت رو دارم بهت بیان میکنم. کدوم تاریخ؟ همون تاریخی که تو قبول داری. همونی که تو قبول داری. تو قرآنشم، از قرآنم حتی برای اهدافت استفاده کنی. ما روایتی که بعضیا به خاطر فکر خرابشون توسط آیات قرآن و روایات به سمت دوزخ کشیده میشن، متوجه؟ اینا رو ولش کن. من میگم پیامبر، پیامبر به خاطر من میگی شما، من میگم پیامبر برای شهر. آقا خانم بذار به نتیجه برسیم. از قرآن میخوای به کجا برسی؟
میخوای به قرب الهی برسی یا که مقابل الهی برسی؟ چرا من الهی اگر مثل محمده که همه ما مردا دوست داریم که به الهی برسیم. ببین تو سن 50-60 سالگی دخترای 20 ساله دورمون بگردن، عجب الهی هستش. تو مسلمون نباش، من و یه عالم دوست ارمنی دارم، زرتشتی دارم، کلیمی دارم. تو آخرش چه دینی داری؟ تو چه مسلکی داری؟ زرتشتی هستی؟ زرتشتی هستی چی هستی؟ بنده من نخیر، من هر چی هستم. من الان در مورد پیامبر دارم سوال میکنم. هر چی هستی یا هر چی هستی، انسان آزاده باش همین. الان شما الان پیامبرتون آزاده بود که مردا رو میکشت، زناشون رو میگیره. منو میگم تو کاری به پیغمبر منو نداشته باش. تو بابا اون کار داره بعد از 1400 سال زندگی ما رو نابود کرده، 8 میلیون ایرانی رو فراری داده. نه خه، ما الان نه اونی که تو رو فراری داده، من نمیگم کسی تو رو فراری نداده. ببین ما الان پیچون داکشون به برتای دوباره چیز. آقا من میگم پیامبر برای چی انقدر زنگ گرفته؟ شما جواب ندادی آخرا. نمیتونی دفاع کنی از پیامبر اسلام؟ تو چی کار داری؟ دلش میخواسته بگیره. همچون که من رضایت دادم همسرم زن بگیره. خوب همینو میخوام بشنوم. پس قبول داری جای دفاع نداره محمد، درسته؟ خب حالا اینکه محمد بریم سراغ وقت علی، ولش کن محمد ول کن دیگه، دیگه نتونستی دفاع کنی. بریم سراغ وقت علی. حالا من سوال دارم، علی چرا دخترش، حالا خانم ماندلا، این همه غیر مسلمون اصلا قشنگ ایران اینه با تمام اختلاف نظر و عقیده و سلیقه، خب مردم ایران اتفاقا با هم خیلی منسجم و متحدن، توی این فتنه و آشوبا کیارا گرفتن و اعدام کردن. الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. تکبیر گفتم دیگه خانم، تکبیرت هم گفتم. بذار حالا بریم به سوال بعدی. بذار بحث علمی کنیم. سید مهدی، نمیدونم سید محمد باشه. بچه شیعه وایساده روبرو شیعه، ما اقلیت کسی وای نساده، حتی بهاییت هم تو این فتنه ها نبودن. بچه شیعه یه باجناخگرا دیگه، بچه شیعه یه باجناخگرا. تو میگی اسلام با ما اله بله کرده، میگم نه، اقلیتی که من دارم، منو باشون زندگی میکنم تو محل اقلیت هم، هیچ کدوم با اسلام مشکل ندارن. تو فتنه هم تمام لیدرها، تمام اراده خانم ماندنا، یه رقابت همینجوری ترمزش بگی که یه رقابت در مورد محمد که نتونستی، پیامبر که نتونستی چیز کنی، پیامبر که نتونستی ازش دفاع کنی. حالا بریم به رفت علی. من یه سوال دارم، علی چرا دختر 8 سالش رو بعد از مرگ فاطمه داد به عمر؟ من ناهار نخوردم و با یه سیب امیر خواهد شما پاشو باره با یه خورما، یه خورما خانم ماندلا، یه خورما بزن کمرت، من از امیر بپرسم. امیر یه دارد میشه رو میدونی چی؟ امیر من با یه سیبی که خوردم دارم همه همین سیب و شما ها خوردید مرد بهش انداختن اینجا گفته باشم. اسلام برای ما اصلا، ببینید چی میگن تو خود جمهوری اسلامی، میگن آقا حفظ نظام و همه چیز، اصلا اسلام مهم نیست، محمد چیه مهم نیستش، چیه مهمه اینکه محمد اصلا آدم افکار ما، افکار ما صفویه. به من خودم دارم بگم، من خودم پرچم خودم شیر و خورشید نشانه، اصلا افکارم نمیدونم صفویه. ما حاضریم مملکتمون چون من خودم واسه بمیرم ولی شیعه نره. حالا اینا رو ولش کن، من الان بحث علمی که شما چی فکر می‌کنید، محمد که نتونست دفاع کنه، درسته؟ محمد و اینا فدای یه تارموی امام حسین، میگم برای ما امام حسین من با اینا برای ما مهمه که تو تایید کنی. مثلا تو اینجا نشستی من دفاع کردم، به من بگو محمد اهل اشتغال بود، همه چی بود، خب ولی ما عاشق امام حسینی جونو برای شیرک امیر. این گفتمان پنگاه، نه این میدونه امید مشکلش نیه، آره امید نمیخواد خانم حجازی اجازه بده، اجازه بده، ما برای ما شیعه مهمه امید جان، نه محمد مهمه، نه اسلام مهمه، به خصوص نه حسین ابن علی. آقای دکتر هاشمی، به خصوص حسین ابن علی، چون از یک طرف به بی بی شهبانو میخوره، شاهزاده ایرانی، یعنی به امام سجاد، هم شاهزاده ایرانی هم شاهزاده عرب. نگاه شیعیان و ایرانی ها به امام حسین یک نگاه متفاوته، همه ایرانی ها عاشق امام حسین هم. و
حالا گیر کردیم تو کلامونو بذاریم بالا که امام حسین به یکی از اسیرای ما، اگر بی بی شهبان درست باشه، یکی از اسیرای ما تجاوز کرده. چه افتخاری میکنه ایشون کیه؟ ما باید کار کنیم. ایشون خریده دیگه. خانم بی بی شهبانو اگر اون روایت درست باشه اسیر بوده توی بازار کنیس به برده فروشی خریده. حالا کلاتو رو بذارید بالاتر. در زمانی که اسارت انجام میشه، وقتی عمر حمله میکنه به ایران و جنگ بعد جنگ قادسیه اینا که بوده، اسیر که میشه، امام علی میاد ایشون رو آزاد میکنه، پولش رو پرداخت میکنه، آزاد میکنه. ایشون آزاد بوده، بین چند خواستگاری که داشته با امام حسین ازدواج کرده. اینا رو ولش کن. حالا آقای چی دوست داری؟ در اسارت ایشون آزاد بوده، در اسارت نبوده که به زور با حسین ابن علی ازدواج کنه. آرش عزیزم، آرش اینو ولش کن. علی چرا دخترش ام کلثوم داد به عمر؟ ام کلثوم 8 سالش بود، عمر نزدیک 60 سالش بود. همه میدونستن که عمر خشنه با زنا. چرا داد؟ به خاطر موضوعات هم فامیل شدن و موضوعات قدرت. یعنی بچه‌ها مصالحه قرارداد دخترشو سیاسی بوده. یعنی بچه المصالحه قرار داد دختر 8 سالش رو؟ عجب با غیرت بوده، عجب غیرتی داشته، عجب غیرتی آدم دختر 8 سالش رو بده، خیلی غیرت میخواد. نه، در فرهنگ عرب برای صلح بین دو خانواده می اومدن با همدیگه فامیل میشن از طریق دادن ما دختر. عجب دین آدمای با غیرتی رو برداشتیم پس. ولی من بهت بگم برای چی داد. حالا به غیر از اینی هم که شما میگید که عذر بدتر از گناهه، من یه سوال دارم. آیا بابت این نبود که آقای علی به عمر گفتش که من دخترمو بهت میدم به شرط اینکه تو زمینهای یونبه اطراف کوه رضوا رو به من بدی؟ و بعد از این ازدواج آقای عمر زمینهای یونبه رو که چشم علی گرفته بود، این زمینها رو به آقای علی داد؟ نه اصلا شنیده، اصلا زمین های یونبه رو شنیده بودی تا الان؟ کوه رضوا چی میدونی کجاست؟ بله داستانش. حالا اینایی که داریم بهش اشاره میکنیم، داریم حالا تاریخ رو تحریف میکنیم. نه چنین موضوع تاریخ هم تحریف میکنیم. جنگ بله. درگیری بوده بین اعراب، به خاطر همین برای صلح بیشتر این کار اتفاقی فرهنگی که الان هم یعنی آره دیگه، یعنی دختراشون رو بچه المصالحه دیپلماتیک قرار میدادن. بله چقدر خوشخوره. واقعا علی نماد غیرت است که دخترش رو بچه المصالحه، به قول شما بچه المصالحه دیپلماتیک، به قول من به خاطر گرفتن زمین های یونبه. واقعا علی نماد غیرته، قبول دارید؟ ماندانا خندید. یا یعنی بعضی جا آدم باید سکوت کنه از این همه حماقت. 100% باید سکوت کنید. اصلا شما هر زمان ببین 1400 سال شما هرچی ماندنا جان، شما 1400 سال هر آنچه دلتون خواسته گفتید، از این به بعد باید سکوت کنید که ما حرف بزنید. اسلامتون هم از ایران پرت میکنیم بیرون. خانم ماندنا شما باید سکوت کنید به خاطر تقلید کورکورانت. راست میگی. یه سوال، اصلا امید تو رفته نجف یا نه؟ بنده خوشبختانه پامو تو نجف نزدم. خب حالا برات یه چیز بگم. الان میگه اوجا خیلی خوبه، خانوماشو خوبن. این اسبورگ اتریش رفت یا نه؟ بله. من کل اروپای غربی رو گشتم. خب حالا گوش کن. یه لحظه چی شد؟ الان پاسخ بده. کی بود اینو گفت؟ من بعد پاسخ رو خوب بدم. شما بفهمون. شما جونم بده. شما اتریش این اسبورگ دیده. امیر جان، ماندنا جان یه سوالم، تو اصلا اروپا اومدی؟ حالا گوش کن تا بهت بگم. بگو. من بعد از گشت اروپایی که داشتم یه سری ازم میپرسیدن خب ما نمیتونیم نه وقتش و نه هزینه ما بخوایم بریم یه فضایی که خیلی به دلمون بشینه و پر از انرژی و لذت و طبیعت کجا؟ گفتم که یه بین مرز سوئیس و اتریش یه منطقه این اسپورگ. من اونجا نرفتم البته، من چیز کردم. خب، من به خاطر اینکه فقط بیان رفتم. طبیعت وحشتناک قشنگ و ساعت ها تعریف میکردم اونجا چی کار میکردی تا زمانی که گوش پرچم اسلام میخواد بکوبه. گوش کن. نه من اون موقع اصلا مذهبی نبودم، من تا 35 سالگی نه مذهبی هنوز بودم. اون موقع ویروس مذهبی ویروس شیعه بهشون آره. چیز نشده سرایت نکرد. بعد که من رفتم نجف دوباره وقتی یه سری میپرسم گفتم یادتونه من ساعت ها در مورد این اسبول تعریف میکنم، ولی نجف اصلا قابل توصیف نیست از انرژی، از آرامش و حسی که آدم میگیره.
و یه مولتی‌ویتامین. یعنی شما از این مسلمون جماعت یک منطق اگرشه همشون همینن میزنن صحرای کربلا. آهسته اینجوری شو نشسته بودیم شفا پیدا کردیم، نشسته بودیم یه دفعه خداوند نور رحمتش رو تو قلبمون ترکوند. و چرا من اگر ساعت و تعریف از همین این اسپورت بکنم سکوت میکنی، ولی چرا همین تعریف رو از حرم و نجف بگم میریزه به هم؟ پاسخ بدم، واقعا پاسخ بدم. یک دقیقه سکوت کن پاسخ منطقی بهت بدم. الان بهت میگم حالا من به پاسخ بدم. نه پاسخ منطقی بهت بدم، به خاطر اینکه وقتی که نجف میگی ما یاد زنای چادری میافتیم. مثل این میمونه که شما در مورد یک کوپه آشغال صحبت کنی پر از مگس، آدم اینجوری یادش میاد. شما جریان مذهبی ما رو یاد اون کوپه آشغال با پر مگس میندازی. ببینه من این صحبت رو کردم شنونده، اگر واقعا دنبال این حس حقیقی و تضمینی باشه خب اینا میره تجربه میکنه یا به حرف من میره. خانم مگس که من عاشق آشغال دیگه. خب شما مرتبی هم عاشق نجف و کربلای دیگه. ای وای من آشغال. نه خود من به شما توهین نکردم که من کلی دارم میگم، تمثیل دارم میارم. پر از آشغال و کثافت و فکر خراب بود که وقتی رفتم تو حرم نه هست امیرالمومنین اون موقع درست بودی شد. نه شما اون موقع درست بودی، الان هست. الان ببخش الان شما چادر میندازی دیگه. نه ببین من الان آرامشی که آرش تو چند سال اینجا منو میشناسی، منو تال عصبی دیدی یا نه؟ حالا من عصبی دیدی تو رومای فوق العاده با فشارم انرژی که من اصلا آدم خوبی نیستم، اصلا هیچ انرژی که دارم مال حرم امیرالمومنین. حالا بشین ساعت ها یک منطق ازش در نمیاد. این همه من دارم تو یک منطق از تو مطلب یا در نمیاد. جونم بابک بده بابک صحبت کنه. جونم ببینید اصلا بابک صحبت کنه. بابک بفهم ببینید فرض کنید که همه بیدین شدن. خب اصلا ما اصلا دینی نداریم، بذاریم کنار همه رو، جاش چی رو میخواید بذارید که یه ترمز اخلاقی برای مردم باشه؟ میتونید بطور سریع آدم ها رو ببخشید سوال دارم، شیعه الان بهتون ترمز اخلاقی داده با جناح گرایی میکنید؟ نه ببین من نمیگم داده، بعضی ها برای زدن عقل شخص رو نشون میدی؟ نه نه ما تعمیم جربه پای نمی کنیم. بده پرمانه بده دیگه ماندن جون. جونم بگو دوره خیودادم صحبت بکنید. آره اونم بهت میگم. آره عزیزم اونم بهت میگم. فعلا وایسا، فعلا الان که کشور که زرتشتی نیستش، کشور اسلامی، ما داریم در مورد اسلام صحبت میکنیم. فعلا اجازه بدید به من اونم بهتون میگم. این ما راجب ایران زد سیاست ضد ایرانی شده. آرش جان یه لحظه به من اگه مایک بدین خیلی ممنون. آقای امید من عذرخواهی میکنم، سلام عرض میکنم. آقا امید شما که میگید کشور دست زرتشتی ها نیست، همین آقای خاتمی اعلام شد. آقا وایسا تو رو خدا اذیتمون نکن، خاتمی هم زرتشتی شد. یه لحظه وایسا ببین بابک جان، سوالی که پرسیدی جاش چی بذاریم. اولا اسلام دین نیست، دین به معنای وجدانه، از واژه دعانا میاد در اوستا. اسلام یک ایدئولوژی و یا یک در حقیقت جنایت سازمان یافته شده است. شما آیات قرآن رو بخونید قشنگ جنایت سازمان یافته شده رو تو اون پیدا میکنید. این از این قضیه. دوم از همه من دم همتون گرم دوستان، من اصلا نیومده بودم اینجا، اونم یه دقیقه صحبت کنم برم که آقای امیر اینجا تیترم زد اینا. به هر حال شما در چارچوب منطقی نمیتونید دفاع کنید از اسلام. قضیه ورشکستگی شیعه و اسلام هم در کوچه بنبست حسین در همین امسال قابل رویت بود، کار تموم شده است. حالا شما از الان به بعد باید تو داستان اسلام برید تو دفاع قلعه. در مورد زرتشت هم که شما گفتی ببین عزیزم، بعد از حمله اکسمو ببین یه رفرش بکنم عکستو ببینم. دیدم عزیزم، حالا ولش کن، اون که دعوای شما با اصلاح طلبا به من ربطی نداره. ببین عزیزم عشقم، در مورد مسئله زرتشت هم که شما گفتید، بعد از حمله اسلام به ایران کتب ما سوزونده شده و اومدن کلی از این کتاب ها رو تحریف کردن. اما
اگر ما در ایران باستان ازدواجی داشتیم که در حقیقت دو تا مثلا فامیلی بوده، برادر با خواهر یا پدر با دختر اگر ازدواج میکرد، از نظر علم ژنتیکی بچه‌ای که به دنیا میومدن به مانند شما شیعیان باید یه مقدار ناقص العقل میشدن، در حالی که ایران باستان کلی آدمهایی داشته که تونسته نصف دنیا رو بگیرن و از نظر عقلی و روانی و ژنتیکی در قسمت واقعا نژاده و استانداردی بودن. بنابراین پس از نظر علمی این حرفا دروغه، وجود نداره. اگر موردی هم بوده پروانه بده برو بده. امید جان وایسا عزیز هم یه لحظه وایسا من پاسخت رو بدم عزیزم یه لحظه وایسا من پاسخت رو بدم اگرم موردی بوده، اگرم بگردیم موردی بوده، استثناء بوده به مانند همه جور، یعنی قاعده نبوده. اما در مورد شما پروانه بده، پروانه بده برو بده. امید جان 10 ثانیه به من اجازه بده. 10 ثانیه بگو. 10 ثانیه بگو. ببین یه دونه مسلمونو که الان بگیری بهش بگی چای جمع کردن داری یا نه، سینه‌ش هم سپر میکنه میگه بله دارم. زرتشتی رو میگیری میگیم آقا قوانینه. عزیزم من اصلا در اون زرتشت تا برای هر وقت کشور عزیزم عزیزم هر وقت ما که فرده تا بشم ما هر وقت کشور رو اگه گرفتیم زرتشتی بود شما بیا اون وقت، اگه هر وقت مجبورت کردیم قوانین زرتشت رو اجرا کنی تو حق داری بالا تا پایین زرتشت رو فوش بدی. الان با زرتشت چی کار داریم؟ اما در مورد شما عزیزم ما تعمیم سفتته جزء به کل نمیدیم. مثلا الان شما رفتید باجناق‌گرایی کردید یه مورده، خب ما این یه مورد رو اگر بیایم تعمیم به کل بدیم کار غلطیه، ولی واقعیت شما عزیزان مذهبی اینه که همتون منحرف جنسید، یعنی توی این داستان هیئتاتون بگیرید، کلاسای قرآنتون بگیرید، همین الان 250 تا طلبه رفتن گفتن آقا تو دوران عمامه گذاری به ما تجاوز شده، قاضی گفته شما چرا پس الان اومدید دارید میگید؟ میگم فکر کردیم بخشی از مناسک مذهبیه. یعنی ما تعمیم جزء به کل نمیدیم، ولی در ایران باستان اگر موردی بوده شما دارید تعمیم جزء به کل میدی، یه مورد بوده دو مورد بوده به خوش مربوطه، ولی قاعده نبوده. چون اگه قاعده بود گفتم ما الان باید افرادی رو میآوردیم به مانند شما بچهای مذهبی از نظر قیافه و از نظر عقلی کج و کله، البته بلا نسبت بانو ماندانا و دوستانی که بالا، ولی کلی اگه شما رو ببینیم 90%تون کج و کله اید دیگه. یعنی اینم خواستم بگم که اینجوری نیستش، این حقیقت داستان اینه. یعنی ولی دم همتون گرم. برادر ازدواج می‌کردیم که کج و کله. نه نمی‌کردن عزیزم. ولی من به ثابت می‌کنم محمد هم با فاطمه خوابیده هم با علی، یعنی روابط سکسی داشته محمد و علی. حالا گوش کن. دونم عزیزم. شما حاجی لحظه اجازه بدید من سوالامو بپرسم. شما راجب عزیزم اجازه بده، شما راجب زرتشت که صحبت می‌کنی این فقط برای مواردی که پادشاهان مثلا میگفتن آقا میخوام ژنمون خالص باشه چی باشه، مثلا طرف با خواهرش ازدواج، اونم فقط در مرحله کسی که پادشاه بوده. اینم نبوده ببین اینم امیر جان اینم نبوده، اگرم اینا نبوده ببین اگرم بوده که من تو تاریخ میگم اولا تاریخ ایران و کتابایی که مونده یونانی ها نوشتن و بعد عرب ها نوشتن که دشمن ما بودن، اگرم بوده اصلا ببخشید گور بابای قضیه، ما امروز داریم در مورد ایران 402 صحبت میکنیم، درگیریمون هم الان با اسلامی نه با مسیحیت نه با یهودیت نه با چیز دیگه ای. فردا اگر هر ایدئولوژی اومد زندگی شخصی شما را تحت تاثیر قرار داد برید کنکاش کنید. اینا الان فرار از موضوعه، موضوع الان قوانین اسلامی است که 8 میلیون ایرانی رو از کشور فراری داده، مردم داخل کشورم دیوانه کرده، هوادارانشون هم مانند خانم ماندانا و غیره بالاخره یه افسردگیایی بهشون داده دیگه، داستان براشون ایجاد کرده. بنابراین ما باید الان در مورد این باور صحبت کنیم، ولی دمتون گرم. من جونم جونم زرتشت بگی نمیشنم اما چون الان کشور دست زرتشت نیست. بگو اگه اوکی گوش بده عزیز. ببین ما میگیم توی زرتشت یه همچین چیزایی بوده، شما هم برید اصلا گور بابای زرتشت، گور بابای زرتشت تموم شد رفت. الان ما در مورد زرتشت کاری نداریم که شما اصلا عزیزم تو اصلا سر کاری که در مورد زرتشت صحبت میکنی خوشگل من عزیز دلم، کشور الان درس اسلامی 402 خوبه میایم 1402 در حال حاضر من دارم به شما چی میگم، میگید کشور دست شیعه است، من عکس گذاشتم میگم یک آخوندی که زرتشتیه اومده آریسو درست بگو شما چی میگی، رها کن شما میگی کشور دست شیعه نیست، اینا شیعه نما هستن، دست کی؟ دست بهاییه، دست زرتشتیه، دست کیه؟ خدا شفا بده دیگه. من یکی از دلایلی که میگم شما بچه مرتبیات رد دادید همین دیگه.
ببین وقتی امید تو نمیتونی تشخیص بدی بین نیروی انقلابی و ولایی و ضد ولایت فقیه، ما باید چی بگیم اینجا ها؟ هر آشغالی که تو لباس ارزشی تو اینا رو میای نماد دین میذاری، آیا تو نمیدونی نماد تو لباس روحانیت مثل امثال شما الان با آقای آرتیوس هستی؟ مثل جلال ارسطو؟ شما الان با ارسطو هستی؟ شما الان با این ارسطو هستی؟ هر چی هستی؟ خب هر چی تو ببخشید، پس طبق ناپلو میگه که دشمنات با هم دعواشون میشه، یه گوشه ساکت شو بذار کارشون رو کنم، من ساکتم. شما تحلیل، وقتی شما قوه تحلیل و تشخیص بین افراد عادی رو نداری، چطور میتونه قضاوت در مورد بزرگان داشته باشی؟ چطور هزاران شاگرد امام صادق رو میبری زیر سوال که این افراد و تفکر این دست افرادن که هنوزه که هنوزه خانم ماندانا چقدر نواخالی پر میکنی؟ خانم ماندانا چقدر نواخالی پر میکنی؟ تو الان یه در مورد ازدواج حسن اصلا میخوام صحبت کنم. ولش کن حتی علی رو ولش کن، علی و زمین یو. خانم ماندانا نواخالی پر نکن، تو رو خدا نواخالی پر نکن. به وقتی ما حرف میزنیم تو شروع میکنی، تو حرف میزنی همه ساکتن. این نشانه من شیرین صحبت میکنم ماندانا جان، من شیرین صحبت میکنم، من چهار تا اطلاعات میدم، تو سر کارمو میذاری. نه ببین، ادب ما، حرمت ما، صبوری ما که بزنی ادب چه اینه که آدم میکشن فقط یه مرد، بچهای مردم رو 18 روزه میبرن محاکمه میکنن. فضای مجازی بتونی حرف بزنی، فضای حقیقی که باور نمیشه، خیلی اصلا شما رو نمیشناسن. نمیشناسن. گوش کن، اون کلاب رومی که ما با هم رفتیم سر بنده تازه یه سر اومدن شما شناختن، تو فضای همه گفتن خانم آجان این دانا کیه؟ گفتم این همه ایشون ویدیو داده بیرون، چی تو شما امید دانا رو نمیشناسی؟ منو واسه چی میشناسم؟ منو به خاطر فامیلم که یه جورای هم فامیل شهید حجاجیم. شما شکسته نفس میکنی؟ حجاجی ها رو به خاطر شما میشناسم بانو؟ خب تو شکست نفسی نکن، صبور باش، یه ذره آروم باش، برو یه دم نوش آرام بخش بخور. میای میبینی همه آرومه که شما یه همه حرف بزنی. تمام بزرگان تو هر رشته علمی باورمندان بودن، خدا باوران بودن، و حالا شما میای همه اینا رو احمق و بیشعور و خنگ و کودن در موردشون نظر میدین و میری. خب بگی حالا امسال شما این همه حالا اینو ولش کن، در مورد حضرت، در مورد امام حسن صحبت کن. چرا 300 تا زنگ گرفت؟ ببین دلشون خواسته، خوب شد من اینو دارم میگم. با این مدل فعالیت میخوای به کجا برسی؟ منم 300 تا زن میخوام، منم 300 تا زن. این مدل تا زن میخواد دیگه، حرف هم گرفته. اینم میخوام بگم من جواب خانم حاجی، خانم حاجی جواب امید رو دادم. امید جان نگران به پول میدن کدومه؟ یه لحظه اگر تهدید جانیت کردم بگو من بیام، خب من نوعی بیام ازت حمایت کنم و تو نجات من میگم تو دو من کراش داری، همش دنبال بهانه‌ات که بیای پیش من ها. اگر دارم بهت پول میدم بگو چقدر با چه به چه قیمت داری اعتقادات ذاتی رو میفروشی؟ ما پول ببینم اگه ما بهت بدیم. آره واقعا پول میدید؟ پول میگی و من الان خیلی پول دارم میدن واقعا. سوال بهتر بپرسم آیا امیدانا، شما در مورد حجاب مادرتون هم یه ویدیو اومده که واریال شده، آیا دوست دارین که مادرتون همانند طاهره قرة‌العین حجاب از سر بکنه؟ عزیزم ببین حجاب که توهین بزنه باعث بیماری میشه، ولی این بحثا نیست. من مادر منم اشتباه میکنه چادر میزنه، بله بنده هر زنی که خودشو تو اسارت چادر برده میخواد خواهرم باشه مادرم باشه. من همچی چیزی نگفتم. اولا طاهره قرة‌العین یه چیزی شنیدی؟ چادر بر نداشینم بهایی کردن تو پاچه ملت، برقه برداشت. اون کسی که اول از همه چادر برداشت اگه اشتباه نکنم مریم پاشا بود. منتها چون هژمون سلطه‌گری رسانه‌ای بهاییت خیلی زیاده، تمام رسانه‌ها دست بهاییته،
قرتونه اینو دارن بزرگش میکنن. قرتونه این در اون داستان بهداشت در برابر حسین علی نوری و جمعی از هواداران محمد علی باب برقه برداشت عزیزم. این چیزی هم که بهتون فروختن. مریم پاشا اولین کسی که چادر برداشه. این یک. دوما اصلا برای زنان توهینه که چادر میذارن. مادر منم اگر این داره حجاب میذاره اشتباه میکنه. اشتباه میکنه بهش هم گفتم. این یک اون چادر امروز اصلا فراتر از بحث این دونم دوستان شبیه مریم پاشا باشه، الگو شبیه مریم پاشا به قول شما باشه. اصلا بحث مریم پاشا غیره نیست، مثل آد نرمال باشه. زن نرمال حجاب نمیذاره قربونه. زنای آنورمال این کارو میکنن. اشتباه امید چیه؟ امید جان اشتباه منم میخواد بگه. من همه اشتباه تجدید میکنم اشتباه چیه. یه دقیقه گوش کن. سر حجاب بین فراجا الان چند نفر فراجا دستگیر شدن. بعد بین بچهای سپاه همه اختلافه. کسی حجاب اجباری و حتی بچهای نظامی هم خودشون تایید نمی‌کنن. مثلا خب اختلافی باشه. این سیاست بپوش نپوش دیگه اصلا ملت خورد کرده. این قبول داره اون نداره نداریم. قانون باید برداشته بشه. ولی بچهای نظامی چه بچه شیعه اینا سرشونو برن شیعه رو نمیدن. وای تو همینا میگی یا سرشون هم میره خب. سرشون هم میبریم براتون. سر تو هم میبریم. تعارف نداریم که ما میگیم شیعه رو می‌خوایم بندازیم بیرون هر چی میشه میگه سرمون هم بره. اگه مثل آرمان انتقاد کردم بچه فراجو کسی انتقاد به اجاب نداره سرتونم میخواد بره ایراد نداره مثل روحالا عجمیان و امیر این آرمان علیوردی سرتونم میزنی میره این دیگه قطعیست ما اعصاب شیعه نداریم تو هم هرچی میشی سرتو میندازی وسط هی دنبال سری سری سرشو ول کن تو رو خدا بگذرید قربونتون برم بچه ها دستتون بادو ماندن درد نکنه جناب امیر یارا من میزنم ریشش هم میزنم من ریشش هم میزنم بابا تو بیل کن تو میخوای الان بیا از زرتوش دوباره سوال کنی من رو مسخره کردیم من با آتم امید من با آتم یعنی مطمئن باش با تنها نیست با این شیعیان چه عجب بهزاد چه عجب بهزاد هواداری منو کرد دمت گرم موازه شیعه زنیه با من یکی سالها دمت گرم تنها نیستی من یه چیزی بگم من یه چیزی بگم طوری که سکو پژمان دیگه سب کن یه لحظه که ثابت نکنم من یه دقیقه بشنوم بعد برم پژمان دیگه من یه چیزی بگم پژمان آقای پژمان بگه بعد آقای شهرام بگه من بعد برم امید اون داستانی که چند سال پیش داشتی رفتی نزدیک شدی به سپاهی خواستی امپراتوریشون بکنی این بچهای رستارتی تازه شروع کردن آره اینا همیشه چیه اینا دیگه پیشرو نیستن دیگه همیشه اون موقعی که برای کاری انجام بدن هیچکی نمیاد چون همیشه جامعه میدونی عقب تره من تو همون سالا همیشه پیشرو بودم منتها خب عقبن دیگه الان نمیفهمن خیلیا که ما بر ریشه اسلامو بزنیم تازه الان میخوام برن احیا کنن خب آیه شهرام شما بفرمایید من یه چیزی فقط بگم در مورد صحبتا که خانم حجاجی و امیرخان میگن ایرانی‌ها سرشون بره شیعه نمیره بابا کاری که خود شیعه‌ها دارن با هم دیگه میکنن دشمنش هم با خودش نکرده. علیه بابا میذین تو سر خودمون به خاطر امام حسین از این مردمون گرسنن. آخه من نمیدونم راه کربلا دارید میاد یا راه امام حسین دارید. حداقل به حرفای خودشون هم شیعه پایبند نیستن. حداقل به حرفای خود کسی که به حرف خودش به تفکر خودش پایبند نیست تو چه جوری میتونم اینا رو بولد کنی؟ تمام رئیس جمهورای ما، تمام کسانی که قبلا سر کار بودن. شما الان نگاه کنید میگن رفسنجانی خائن بود. خاتمی خائن بود. روحانی خائن بود. خب اینا موقعی که تنفیذ شدن اینا آدمای ولایی بودن دیگه. چرا موقعی که خواستن تنفیذ کنن برای رئیس جمهوری چرا اون موقع نگفتی آدمای خائنین؟ چرا میذاری کارشون بعد میگین خائنن؟ من اینا داخل این سوال برام هست. بگو. شرم درمت کنم. منم یه دونه پیام اخلاقی بدم با اجازهتون از جمعتون خارج بشم. ببینید باج ناقدرایی یک اقلیت جنسی است که در بین عیزان محب امام حسین بسیار طرفدار داره ما باید نباید به خاطر دشمنی با جمهوری اسلامی حقوق باج ناقدراها را نادیده بگیریم و اینا را مسخره کنیم خواهشم به این جمعیت احترام بذارید به حقوقشون احترام بذارید اینم پیام اخلاقی من برای عیزان باج ناقدرا بود اگر کسی کار نداره کوچیکتونم دمتون گرم خیلی ممنون امیر عزیز و خانم ماندانه گرامی خب بایسته دعوا نکنی سنگ پا گم نشه اول آقای رهنما بگه رحمان آقای رحمان شما بگو بعد آقای فرزان بعد میرم من اجازه گرفتم یه لحظه اجازه بدید آقای آرش بذار رحمان صحبت کنه صحبت نکنه من گوش کنم برم بفرمایید یه پیام بدم آقای امید خان شما دارید میگید به سمت و سوی میریم که
کشور شیعه رو از بین میبریم. ما میگیم که اتفاقا نه، داریم میریم به سمت تشکیل هلال اسلام شیعه و سنی و مبارزه با تو که 10 بار صحبت کردی، تو برو پایین. آقای رحمان شما بفرمایید عزیزم. متشکرم آقای امید دانم. ببینین اسلام درش هیچ چی نیست، یعنی پوچه پوچه. متاسفانه این استعمارگرا بودن که آوردن به ما تحمیل کردن و متاسفانه این نظری، ببینین نظری که دارن به ما میدن و یادمون دادن که این مثل سگ پاولوف، متاسفانه شیعه ها دارن دنبال نظری میرن، فکر میکنن دنبال امام حسین دارن میرن. ببینین چی میشه اینا، کسی که دارن میخورن به امام حسین نسبت میدن میشه فضله، میشه تو فاضلاب. رحمان فهمیدم، دمت گرم. تو هم آی فرزند شما هم بگو، متوجه شدم. آی فرزند شما هم بفرمایید عزیزم. سلام درود خدمت عزیزان. امید میخواستم همین فقط بگم، ما پشت تیم حرارت دادم بده، اونایی که نفهمن راحت نفهمن، به قول خود گوسالن گاوا میمیرن و عشقی. دمت هم گرم، ما پشت زنده باشید. خب من با اجازه برم و سپاسگزاری کنم. بگو عزیزم، تو هم بگو. از گوش کن عزیزم، ببین شما تا دیروز که ضد مردم ایران بودی و پشت حکومت بودی، گوش کن عزیزم، در نه بگو. نه فرار نمی کنم، بگو عزیزم. امروز هم ترسیدی، بازم ضد مردم هستی، داری دینو میزنی، داری آتو میدی دست حکومت جمهوری اسلامی، بازم که داری مردم میدی، تو بیشرف و حروم زاده هستی، خلاص کسافت بیشو. حالا نه دیگه، فرار نکن، بدش پایینی مادر جنده. نه ولش کن پشمان، ولش کن عزیزم. تو عزیزم تو چرا افتخار میکنی سید هستی؟ من به تو ربطی ندارم، من اسم سید هستم. خیلی خوب، همین دیگه بس دیگه همین خواستم، همین بس کافیه. همین که افتخار میکنی سیدی، کلاتو بذار بالاتر. بگذار کاری کردی، من ناهارم ساعت 1:30 همه ناهار درست کردم. آقای فرمان روا شما بگو من برم. بفرمایید. بله ببین، شما مدعی هستی برانداز جمهوری اسلامی هستی؟ بنده؟ بله بنده ایرانگرا هستم. خب منظورتون اینه که یعنی این حکومت رو قبول نداری؟ برانداز من اساسا ریشه اسلام و جمهوریت رو قبول ندارم، چون هم با اسلام مشکل دارم هم با جمهوریت. مال امروز هم نیست، 22 ساله ایدم. دینو قبول نداری درسته؟ هیچ دینی رو قبول ندارم. من دینو قبول دارم، اسلامو قبول ندارم، اسلامو دین نمیدونم. بفرمایید. میدونم، به خاطر همین پس شما یه خورده مشکل داری با سیدا، چون براندازی دین و حکومت‌های ظالم کار امامان. نه من دوست سید زیاد دارم ولی افتخار نمی‌کنم سیدن. شما سیدی عزیزم؟ افتخار می‌کنم. من افتخارم اینه که اجدادم تنها کسانی بودن در طول تاریخ که براندازان حکمران ظالم بودن و میدونم سید هستید، یعنی به نام خدا تمام دینهای خدا رو براندازی کردن. عزیزم شما سید هستی؟ بله بنده سید هستم، مفتخر به سید بودم. خیلی ممنون، کلاتون رو بذارید بالاتر. من حرفی ندارم که آقای مشکل ندارم. شما دادی اختلافی اومدی. نوبتی هستم. آقای فرید نوبتش. آقای فرید بفرمایید بعد من برم. بعد شما با زدن اسلام داریم به آخونده کمک میکنی. بله شما بله. داریم بین ببین خائنی دیگه، همیشه خیانت کردی. در 78 در 88 خیانت کردی، بعد رفتی شاه خائنه وطن فروش رو طرفدار شدی، بعد اومدی گفتی این خامنه بیشرف کوروش کبیره، حالا داری بین مردم من اختلاف میدازی. بیشرف یکم سیاست یاد بگی. دوتا خوش داره پاشه بیشرف و اولاد خیلی چشونه. اگه بلد نیستی اگه سیاست بلدیستی اون دهن کثیف دو ببند خفه شو. اگرم بلد بیا بهت یاد بدم بچه، بیا بهت یاد بدم بچه. علی جان کجا هستی بیا یاد بگیرم؟ من خانه مردم سالاری ایران تو کلاب هاست، 35,000 فالوور داره. جرأت داری بیا، جرأت داری بیا با من مناظره کن. نابودت میکنم، نابودت میکنم. باید ترسی بیشرف. ببین من چقدر خوبم و این تفکرات باطل که جالبه.
بله مانانا قد شد من وای میستم همه رو پاسخ میدم، گوش میکنم، بعد میرم، نترسید. آقای سهراب، آقای فرید، دمت گرم که صحبت کردید. نه من جرئت ندارم با شما مناظره کنم، شما سرشار از مطالعه و بسیار آگاه بودید و الان هم خدایش میدونه اینجا داغون کردی، ترکوندی، الان کمرم درد گرفت و واقعا میترسم ازتون. آقای سهراب شما بفرمایید. عزیزم آقای امید، عرض ادب خدمتتون. هر چند شما 22 سال داری فعالیت سیاسی میکنی، حالا به نوعی داری به اصطلاح افکار خودتو القا میکنی به یک سری آدم ها که شما داری درست فکر میکنی. خیلی خوب، من میخوام ببینم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی شما میخوای چه فعالیتی داخل ایران داشته باشی و میخوای چه مقامی، چه پستی داشته باشی که اینقدر داری فعالیت میکنی و میخوای افکار خودتو القا کنی به دیگران. اگه میشه بگم توضیح بدید. من چیزی نمیخوام اصولا. من ته تهش این رادیو تلویزیون ایران رو به من بدن، من اونجا مدیر باشم. سید آقای سید، اگر میخوای فوش بدی سر نوبتت من به من میتونی فوش بدی، من میشنوم. الان نه حق دیگرانو میخوری، حق مینازمت پایین، حق دیگرانو میخوری. بگن حرف نزن. آقای سهراب خیلی ممنون، من پاسختونو دارم. بذارید دوستانی که میخواستن صحبت کنن، دیگه کسی نیست، من برم با اجازه کسی هست صحبت کنه. آقای جان، من دونه گلم. آقای کیان پاس، آقای کیان جونم بفرمایید. آره دونه دونه من دارم میارم بالا. الان یه سوال دارم. یه لحظه صبر کنید. آقای کیان خواهشم جونم بفرمایید. یه لحظه من دونه دونه این بچه‌ای که میخوان سوال پرسن میارم بالا. دوستایی که دوستا نیار بالا دیگه، من میخوام برم بتا این چند تا رو پاسخ بدم برم. آقای کیانو چرا انداختی؟ ایراد نداره، دستت هم درد نکنه، دستت هم درد نکنه، قربونت برم. تو اگر چیزی داشتی که الان اینجا بالا نمیومدی، بالا میشدی میرفتی کارتو میکردی. خیلی خب بگذریم، بریم. آقای کیان بفرمایید. امید جان من سوالمو بفرمایید. آقای کیان عزیزم بفرمایید، سر تا پا گوشم. آقای کیان مثل این که خوابش بود. امید جان جواب منو بده دادمش. امید جان جواب منو بده دادم. آقای قاسم یه لحظه، آقای کیان بفرمایید. خب کیان الان باگ داره، کیان برو بیرون برگرد بیا. آقای قاسم شما بفرمایید. امید جان جواب منو بده دادمش. سوالی که ازت دارم، شما گفتی دین رو قبول دارم، میشه بگی دین چیه؟ من کلا دین رو قبول دارم، یعنی دین به من اگه که ببین کسی اگه از طرف خدا اومدم اولین دروغ رو دین خودت رو بگو. دین خودت چیه؟ تو خودت چه دینی داری؟ بنده ایرانی هستم، به عنوان یه ایرانی زرتشتی شدم 22 سال پیش. آخه یه زحمتی پیش از مادرت بپرسون شب اول زفاف کجا بوده، چه جوری بوده، برای توضیح میده. سوال دیگه هم داری عزیزم؟ آقای قاسم سوال دیگه هم داری جز این که هم مادرم بپرسم؟ نداری؟ خب ایرادی نداره. آره ایراد نداره، ولی خب شما ولی به این دوستمون آقای قاسم میگم حیف شد که رفتید پایین، نکاش که میموندید. منتها من دینم هر چی که اولا دین ایرانیه، شما بهش توهین کنی به خودت توهین کردی، ولی من دینم هر چی باشه پیامبرش یعنی حضرت محمد با امام اول شیعیان یعنی علی ارتباط سکسی نداشته. ارتباط سکسی محمد و علی هم در فروع کافی میتونید نشانه هاشو پیدا کنید که یک از کتابای مهم ایزان شیعه هستش، یعنی حتی دیگه منابع سنی نیستش که بخوان زیرش بزنن. بگذارید فوشم میخواید بدید نوبتی قول فوش میگه از همسنگریات ولی توی لباسای مختلف فوش میشنوی و میری و جالبه کسی که مقابل توه نهایت حرمت احترام تو این فضا برات خواهد. بابا شما آدم میکنید، بابا خدا ول کن. این تفلکی ها که فوش میدن زندگیشون از دست داده، اومده خارج داره کارگری میکنه، زندگی منم میبینه بهش فشار میخوره. بنده خدا حق داره فوش میده، شما اگه فوش بدی آدم میکشی قربونت برم. خب این مردم بیچاره الان مثلا این دو سته که اومدن فوش دادن، اون سید حسن، اون یارو قاسمی، خب اینا ببین اینا زندگی هاشون از دست دادن به خاطر که شما حکومت گرفتی. تو خارج هم دارن توالت ایدم اجازه بده دیگه، تو خارج هم دارن توالت این غربی ها رو میشورن، بعد مثلا میبینه من دو تا ویلا دارم تو جزیره قناری نشستم لاک
چری میکنم میام حرف میزنم حق داره دوتا فوش میده. اگه دوتا فوش به من میده من راضیم، خودشو خالی میکنه. شماها بچهای مردمو کشتی خانم ماندانا، شما ها اصلا مسبب روانی کردن ملتی. خانم ماندانا شما که آب گلالود خواهی نگیری، شما که سواد فقهی نداری، خانم ماندانا شما سواد فقهی نداری، یک لحظه صبر کن. مایتا کی داره حرف میزنه؟ چه خبره؟ همون زمینت مگه؟ آقا یه دو سه بم امید رو صحبت بکنم. امید جا شما دید کردستان شلوغ شد دیگه، خودت که قشنگ خاطر هست. امیر خیلی شلوغه، من میخوام برم بعد میترسم که بچه ها گناه دارم. امیر جا آخری با تو صحبت میکنم. بده این بچه که شلوغی که تو کردستان شده خودت دیدی دیگه، پرچم کردستان عراق هم بردن. بله. حالا آیا درست بود ما اینو کوبوندیمش؟ درست نبود. حالا من به پاسخ میدم، بله مبارزه با تجزیه طلبی در هر نوعش درسته، ولی اداره پروانه بده بذار بچه‌ای که بالا هم پاسخ بدن حرفشون رو بزنن. اگر چیزی هم درست کنه آقای ساسان، نوبت شما آقای ساسان. آقای ساسان بفرمایید. سلام آقای امید، حالتون خوبه؟ آقای امید من قربان شما، من سالهاست که برنامه شما رو به قول معروف پیگیری میکنم. من کاملا با عقاید حضرت عالی کاملا موافقم، چون منم مثل شما یه ایران شهری هم با اندیشه های زرتشتی، ولی به نظرتون چون که الان ببینید جمعیت شیعه خیلی بالایی داریم و یه مقدار این شیعیان عراق و بحرین هم به این خاطر به ایران وابسته است، فکر نمی کنید زدن این شیعه به این شکل ممکنه مشکل دار باشه برای کشورمون؟ متشکرم. فهمیدم. ببینید من یه دقیقه خواهشان کسی چیزی نگه، چون سوال جدی پرسید برعکس بقیه‌تون. ببین عزیزم، شیعه آیا دستا الان شیعه چیه؟ شیعه یک پدیده ایست که ما برای اینکه نمیخواستیم اسلام رو قبول کنیم مهندسیش کرد. من با این صد درصد موافقم با این. عزیزم الان میدونم من پاسختو میخوام دقیق بدم، چون بعد یه مقدمه 30 ثانیه‌ای بگم. ببین شیعه یک پدیده ای که ما اینو مهندسیش کردیم، من همیشه گفتم زیر پوست نازک همین خانم ماندانا، زیر پوست نازک همه این بچه شیعه یک بافت زخیم آریایی. الان شما همین چیز خانم ماندانا رو ببین، الان بازم تفنگش رو برداشت رو به من این ماندانا، ولی شما مبلش رو نگاه کنید فر و هر داره. این یعنی چی؟ یعنی بافت زیرینشون شدیدن آریاییه، یعنی اینا آریایی هن ولی آلوده شدن. حالا الان که خودش یعنی ما شیعه رو درست کردیم که روکشش در حقیقت شیعه است، اسلامیه. به مانند ببین شما صدف چجوری سرطن مرواری چجوری به وجود میاد. مرواری سنگیه که به عنوان تهدید میره در دل صدف، اما صدف بهش ترشح پیدا میکنه، از اون سنگ تبدیل میشه به مروارید. یعنی این یک پدیده ای که ما شیعه رو اینجوری کنیم، سنگ اسلام به عنوان تهدید وارد ما شد و ما زورمون نرسید، اما ترشح کردیم، جریان شیعه رو درست کردیم، مثلا خیر سرمون مروارید درست کردیم. اما مشکل چیه؟ مشکل اینه که ولی یک تحلیل دیگه ای به وجود میاد که پارچه زلال شیعه که تماما مهندسی آریایی داره، دو قطره آب فاضلاب اسلام ناب محمدی توش افتاده، بنابراین همون دو قطره آب فاضلاب خراب کرده قضیه رو. خب آیا شیعه رو ما درست کردیم چیکار کنه؟ شیعه ببخشید تو رو خود کسی نپره چون مهمه این مبحث، شیعه حکم سگ نگهبان ما رو در برابر وهابیا و جریانات اسلامی داشته در تاریخ. اما اگر این سگو من بهش قضا میدم، من دارم بهش جا و مکان میدم که برای من واق واق بکنه در برابر وهابی و غیره، اگر این سگ من دست بچه منو گاز بگیره، من با این سگ باید چیکار کنم؟ سگ شیعه رو ما تربیت کردیم بردیم تو منطقه جلوی وهابیا وایسه، نه اینکه دست بچهای ما رو مثل مهسا امینی و حدیث نجفی و نیکا شاکرمی رو گاز بگیره. حالا که دست بچهای ما رو گاز گرفته، ما این سگ رو دیگه باید از بین ببریم. کل داستان اینه، راهی نداره. ببین الان دست من شیعه پدیده ایست که بخشی از عضو بدن ایران شهر شده. اگر دست منو یک مار بگذر و این سم بخواد همینجوری شیو پیدا کنه که کل بدن منو تهدید کنه، دست راستمه، بیشتر کارامو با دست راستم انجام میدم، ولی مجبورم این دست راست خودمو قطع کنم. این که ما امروز داریم شیعه رو حذف میکنیم بسیار آگاهانه است و خب پشت سر من تعدادی نخبه هستن که ما از رضا پهلویش تا بیت رهبریش و همه رو سالها گذاشتیم سر کار، چون کار فکری جدی میکنیم. راهی نداریم قربونت برم، شیعه رو ما همه جوره امتحان کردیم، هر نفعی هم برای ما داشته ضررهاش امروز بیشتره، بنابراین ما باید بریم در حذف کامل اسلامیت. و امروز یه دوگانه داریم، یا میخواییم آدم باشیم یا میخواییم مسلمان باشیم، این دوگانه جلومونه، آدمیت، انسانیت، زن، زندگی آزادی، مرد، میهن، آبادی، یا اون طرف
مسلمان بودن، شریعت اسلامی و رفتارهای اسلامی و یک پکیج مهمات مسخره غیر واقعی دنیای غیب منتظر الظهور بودن مهدی. این دوگانه الان امروز جلو بود، یا آدمیم یا آدمیم یا مسلمانیم. بگذاریم بریم سمت دوستان. آقا چقدر بچه را بودی بالا نیاد بالا دیگه. خب بده آقای سید محسن، نوبت شما نیست. سیدم سید محسن نوبت شما نیست، سر نوبته. باید ایدم نوبت شما هم نیست. شما صحبت کردید، اونایی که صحبت کردن پایین بذار. نوبت شما نیست، نوبت آقای دوکی بفرم. شما بگو آقای آرش، شما نوبت ها رو لوکی هستی؟ سلام امید جان. دوستانی که یه بار اومدم بالا دیگه رئیس هم نکنید. سید محسن بپرس. آقا دیگه کسی رو بالا نگیرید تو رو خدا. بفرم. من استفاده کنم امید جان، شما ببینی ادعایی میکنی شما در زندان ماجراهایی داشته که حالا تعریف کردن شاید. آره با پدر شما با جناب بازی میکردید. آره قربان. من اولا سید محسن ما رو باید گم شو پایید. اولا ممنونم که دارید اعتراف میکنی که تو زنداناتون لوات وجود داره. عزیزم من مسلمون نیستم لوات داشته باشم. کودکی همتونم هم میدونم، شما بچه مذهبی ها تو کودکیتون همتونم هم داستان داشتید، ولی برای من نمیتونی پیدا کنی، چون من تو میدون هفته تیر تو کودکیم همه دو آدمایی که از من با بچه‌ای که بزرگتر از من بودن دختر بودن، کاری هم داشتیم اونجوری بوده. آره عزیز دلم، ولی من سپاسگزارم که اعتراف میکنید که در زندان هاتون لوات وجود داره. بگذریم. حالا که فیلم شما الان ببخشید 12 سال همه جریانا میگن فیلم ما امید رو میدیم بیرون که فعلا که در نیومده، فعلا فیلم باجناق بازی و باجناق گردایی شما بیرون اومده. قربونتون برم. نفر بعد کوروش. کوروش بپرس. کوروش عکس منم ببین. عکس ما نه تو میخوای منو پاره کنی دیگه. من میدونم دیگه، تو میخوای الان تفنگو گرفتی سمت من، منو پاره کنی. نکن دیگه عزیزم، بفرمایید. کوروش سوالتو تون بپرس. ساعت از بلندتر صحبت کن. درود بر شما. من به عنوان یه سپاهی دارم میگم، من عمری تو این سپاه زحمت کشیدم، واسه دلم نه واسه کسی، پولی هم نگرفتم، من رزمنده ایرانی بودم، همیشه هم گفتم. یه زمانی همکاری داشتیم با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی اومد یه سری جنایت ها کرد، ما یواش یواش سعی کردیم سطح جنایت هاشو بیاریم پایین، ولی خب دیدیم که خب جمهوری اسلامی قرار نیست این به سمت واقع گرایی، به سمت عقل، به سمت مردمداری، به سمت همزیستی بره. خب دیگه فاصله گرفتیم ازشون، دیگه نمیتونیم با کشتن یه دختر نومد بدید من میام. شما یه دختر رو، شما یه دختر رو به زور برداشتید بردید توی گشت ارشاد به هر دلیلی، شما بردیدش با تفکر دینیتون، با قانونی که الان کورا چان شما بالا باشید. کورا چان شما بالا باشید. بعد من رفتم قشنگ با بچه‌ها صحبت کنیم. من الان فقط یک دقیقه اونایی که با من کار دارن خواهشن بریم دنبال آقای مجید. آقای افشین، آقای افشین شما صحبت اگه می‌خواید بکنید تو یه دقیقه خواهشن بفرمایید. من بچه رو بشنم، من برم چون شب برنامه دارم. فقط شما آقای امیدی درس بایزه شما قبل از این تشریفم ببرید. دوستان اگه دین رو میزنه کسی، شما اجازه ندارید به مادرش، به همسرش حمله بکنید. هر کسی، چه من باشم چه آقای امید چه هر کسی دیگه، این به دینت حمله میکنه. شما به دین میتونی حمله کن، به دین حمله کن. چرا حمله شخصی میکنی؟ بهتر جان در مورد من میتونم غلطی کرد یه کاری کرد، اجازه ندارید اگه اونو نقد میکنه به شخص حمله کنی. من مثلا به رضا پهلوی حمله میکنم، تو زنه به من حمله کنی، مگه وکیلشی؟ خواستم اینو کلیرنت بکنم. خیلی ممنونم امید جان. حرفتون شما حرفتون درسته، ولی در مورد من هر چقدر دوست دارید به خوار مادرم فحش بدید، من بعدا با حضرت زینب و فاطمه حساب کتاب دارم، اونجا تصفیه میکنم. در مورد من هیچ اشکالی نداره، هر چی دلتون میخواد بگید، فقط بعد یه خورده پوستتون کلوف باشه بشنوید دیگه. مثل قاسم فرار نکنید پای قاسم، من تو رو آخر میارم بالا به شرطی که دوباره فرار نکنی عزیزم. آقای افشین بله، ببین آقای دانا، من که حرفاتون رو شنیدم، حرفاتون منطقی بود در مورد شیعه، ولی حالا آقای بابک ازت سوال کرد، گفت جایگزینتون چیه؟ مثلا آیا مثلا دین زرتشت جایگزین مناسبیه؟ اصلا دوره الان گوشه هوشمند نیاز به جایگزین نداریم قربونتون برم. بعد ببین شما یه جامعه یک دست نیستن، شما نمیتونید افکار مردم رو در مورد مسئله مذهبی یک دست کنید. من با داریوش دولتشاهی 15 سال پیش تو دفتر رضا پهلوی که کار میکردیم، داریوش 15 سال با من دوسته و ایشون آتئیسته، بنده زرتشتی شدم. تو دنیای امروز اصلا ما غلط میکنیم به کسی بگیم چه باوری داشته باشه.
یعنی اصلا یعنی چی ما الان اسلامو میزنیم بعد بریم به مردم بگیم زرتشتی بشید یا نشید؟ من چیکاره باشم که بگم انسان ها بر اساس آقا انسان ها شعور دارن، هر جور دلشون بخواد میخواد خدا رو قبول داشته باشه میخواد نداشته باشه، به من چه؟ حالا اصلا اگه خدا رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم چه تأثیری تو زندگیمون داره؟ زرتشت هم یک باور زمینیه، شما ایرادی هم در زرتشت میتوانید پیدا کنید، ولی یک باور زمینی است. دروغ نگفته که از طرف خدا اومدم، ولی اگر باوری بگه من از طرف آسمان اومدم یه دروغ گفته باشه، آن وقت دیگه خیلی داستان داره. بگذاریم آقای مجید نوبت شماست. خب آقای مجید نیست، آقای ابن عزیز بفرمایید، ابن سینای عزیز، من اونایی که نیستم میبرم پایین خیلیمون رد شد. ابن سینا نیستش. آقای پژمان شما به 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 پژمان عزیزم بفرما. پژمان جان الان صدای من میاد؟ پژمان هستی؟ من بابتی نه پژمان دومو دارم میگم. آقا بریزا اینجا هستی؟ به من گفتی خبر مرگت کجای؟ درود بر شما امید جان. آنایتا صحبت کن چون خانوما کمتر صحبت کردن، نوبت به خانوم آنایتا. خوبی اومی جان، ما دوست اینستاگرامی بودیم سالا با هم، یادت کلا خانومت خوبه؟ من فکر کنم فیسبوک بودید شما. فیسبوک آفرین، فیسبوک بخش اینستاگرام بود. من چون اینستاگرام نیستم کلا، همه آیدی همه صفحه اونجا طرفا جعلیه. آره یادش بخیر، چه روزای خوبی بود. بله خوبی گلم، فدا شما. نمیدونم راجع چی داری صحبت میکنی. ازدواج آسان فلان دارم یه خورده برای دوستان عزیز شیعه ماساژ میدم، ماساژشون دارم میدم. خب بعد شما بس اومدی توی داستان امید جان شرمده برش تو مارکت رفتم بازت بار. من یه چهار ماهی نبودم، هی سازمان شدم قرار کردم رفتم گفتم به آباد سیاه بیفته چون خوشم به آیدی مجازی بیام. گفتم کسی که میخواد من رو ساسپن کنه دوباره هی شما رو عوض کنم ساسپن کنی، شما رو عوض کنم ساسپن کنی. گفتم بذار خود دور باشم، ولی مرتب اینقدی که من شما رو پی گرفتم اخیرا واقعا لذت میبرم، خیلی دادم فرشته هستی. مرتب تو یوتیوب تمام چیزاتو گوش کردم، یعنی هیچ پستی نیست که شما گذاشته باشی من گوش نکرده باشم. زنده باشی لاست فری شما، زنده باشید کوچیکم. خب پژمان عزیز هستی؟ پژمان عزیزم هر وقت بودی چیز کن. کوروش جان شما بگو که نوشی ما عزادار ایرانیم. آفرین. سلام خدمت امید دانه عزیز. من سوال داشتم این که جایگاه دین در ایران پس از جمهوری اسلامی چی اگه میشه برام توضیح بدید؟ من جایگاه دین رو نمیدونم، ولی جایگاه اسلام تو سطل آشغاله. این کارو خواهیم کرد. ما اسلامو غیر قانونی اعلام میکنیم، به خاطر اینکه اگر به این جماعت اجازه بدیم که برن مناسک خودشونو اجرا کنن، 30 سال بعد دوباره قدرت میگیرن، دوباره میان و که ببین جریان اسلامی جنگ شناختیه. حرفایی که آقای رضا پهلوی و بقیه اپوزیسیونی که تحلیل مهندسی شده به خورد ما میدن، یک تحلیل روتینی است که در حقیقت رو دست همدیگه کپی میکنن، بگن که آقا مثل دوران شاه اینجا مسجد باشه، اینجا دیسکو باشه، کسی با کسی کاری نداشته باشه. خب این حرفا حرفای کارتونی و حرفای انیمیشنی و کافی شاپی و ویترینیه که در دنیای واقعی معنا نداره. یه جوری مانکنیه، لباسی که تو تن مانکنه همیشه قشنگه، وقتی که خودت میپوشی داستانش عوض میشه. واقعیت جریان اسلام اینه که میگه اگر من هیچ وقت جریان اسلامی کاری نداره حکومت چیه، حکومت دیکتاتوریه، جمهوریه، پادشاهیه یا هر چیزی، یا دموکراسیه، میگه من کجا؟ من اگه تعدادم زیاده قیام میکنم، انقلاب اسلامی را میندازم، همه رو مجبور میکنم شریعت اسلامی داشته باشن. اگر هجمون و کمیت من اونقدری نباشه که قیام کنم، فعلا یارگیری میکنم. الان مثلا دوستان اروپا رو مثال میزنن. خب من الان تو کشورهای اروپایی سوئد و اسپانیا زندگی کردم، دارم زندگی میکنم، کانادا هم یه مدت زندگی کردم. در این کشورها اگر سال 2060 به اون سو که اندیشکده و مرکز آمار پیو در آمریکا گفته آقا 2060 به اون ور جریان مسلمانان در دنیای غرب اکثریت میشه، اگر هژمون انسانی مسلمانان در اروپا و کانادا زیاد شد و اینها نیومدن به شما حکومت اسلامی تحمیل نکردن، اون موقع میتونید اروپا رو به عنوان یک نمونه مثال بزنید. اساسا شما باید تو جنگ شناختی بدونید جریان اسلامی هیچ بویی از پولاریسم و تحملگرایی نبرده، یک پدیده خطرناکیه، یک ویروس است که باید از بین بره. شما با مسلمان جماعت نمیتونی مدارا کنی. مسلمان جماعت اگر با شما مدارا میکنن بابت اینه که در یک مقطعی از نظر کمیت تعدادشون کمه،
فقط و فقط با مسلمانان در دوره‌ای که تعدادشون کمه میشه مدارا کرد. خب ما اگر فردا فلان بپرسم بله عیدم بدم صحبت کنم ما عیدم به پروانه ببین ما اگر فردا حکومت رو برانداز کنیم مثل دوران شاه باشه، حالا خیلی جالبه بعضی دوران شاه رو میگن، خب قربه دارم دوران شاه نتیجه شو داریم الان 44 سال حکومت آخوندی میبینیم دیگه. شما اگر بذاری که فردا مسلمونا برن تو مسجد بگی آقا قدرت مثل سکولاریسم شما برو تو مسجد ما هم کار خودمونا، 30 سال دیگه بچه من که جمهوری اسلامی رو ندیده و 30 سال دیگه بالاخره ما مشکلات خاص خودمون رو حتما خواهیم داشت در حوزه اقتصادی و غیره، بچه من راحت گول این مساجد رو میخوره و دوباره انقلاب اسلامی رو به ما تحمیل میکنم. بنابراین ما در مورد اینکه مردم چه دینی داشته باشن نمیتونیم نظر بدیم، ولی قطعا در مورد اسلام ما ممنوعیت باید اعلام کنیم و اسلام و قرآن به خاطر که کتابی است که اولا اسلام دین نیست، یک جنایت سازمان یافته شده است. شما سرتاسر چه کتب و منابع شیعه چه سنی رو بخونی یک جنایت سازمان یافته شده داره که مراحلش هم مشخصه، از محاربه بگیر تا محرورالدم تا مفسد فلعر تا غیره. حداقل ما 25 سوره داریم که برنامه سازماندهی شده برای جنایت علیه مردم رو داره و حتی انقدر باهوشه تو این زمینه به دشمن خودش یا به منتقد خودش هم لیبل های مختلفی میزنه که از نظر شرع خودش بتونه مشروعیت بگیره و اونا رو اعدام کنه، به مانند اینکه کافر مشرک و غیره. اساسا اسلام جاش توی زبالدان تاریخه، این چیزیه که قطعی است، شوخی هم آقای بابک از شما آخر سوال چیز میکنیم، بذار آقای کوروش صحبتش تموم شه بفرمایید. من فقط یه سوال دیگه داشتم آقای دانه عزیزم. ما نمونه کشور اسلامی الان در دنیا داریم که جنایت نکرده، چیزایی که شما میگی نکرده باشه و جزو کشورهای متمدن دنیا باشه، این رو داریم یا نداریم؟ ما 53 تا کشور اسلامی مشخصا داریم که مالزی و ترکیه یا کشورهای حوزه خلیج فارس بابت اینکه اسلام رو پیچوندن، یعنی رنگ زدن صورتیش کردن، تازه رسیدن جهان دوم، که حتی اگه این اسلام صورتی نبود شاید وضعیتشون با توجه به مسئله منابع طبیعی که دارن به خصوص کشورهای خلیج فارس با توجه به نفتی که دارن میتونستن پیشرفت بیشتری داشته باشن. اساسا نه، اسلام یک منبعیه برای پسرفت و ما الان 53 کشور اسلامی داریم، جهان اول نداریم، ولی بعضی هاشون به مرحله جهان دومی رسیدن مثل مالزی و ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، اونم نه بابت علم یا پیشرفت علمیشون، عموما به خاطر مثلا کشورهای مثل امارات که علمی نداره، امارات میره دانشمند از اروپا میاره که آقا کف خلیج فارس بگرد گونه های چه میدونم جلبگ و غیره یا ماهی ها و گونه های نادری که شناخته نشده رو بشناس، به اسم اماراتی نامگذاری کن. خب این که علمو داره میخره، در حقیقت علمو نمیتونه، توانایی تولید علم ندارن. از این نظر بگذاریم بریم نوبت آقای علی. آقای علی، آقای امید شما ویدیوهایی میساختید در رابطه با قدرت ایران و خیلی بیننده داشت و خیلی هم تحسین کردنتون، ولی الان شما دارید باورهای مردم رو میزنید، این کارو به جای پیش نخواهد برد غیر از محبوب کردن شما. مرسی از پیام بازرگانیتون. آقای اسماعیل نوبت شماست. بفرمایید. درود به دوستان. یه لحظه سوال اون روز منم جواب نداده، گفتم چرا روز به روز آمار نامهای ایرانیان که دارن اسلامی و علوی میذارن داره میره بالا، اینا جواب ندادی. یا آقای دانوان یه سوال دارم، خیلی ها پرسیدن بچه نمی متوجه شدی امید؟ یه لحظه امید شنیدی؟ تازه نه خانواده مذهبی ها، بچه های به ظاهر غیر مذهبی مخصوصا اسم پسراشونو خیلی دو اسمی امیر علی امیر حسین، و جالبه کسایی که خیلی دیگه غیر مذهبی هن فکر کنیم پارسا مثلا گذاشن امیر پارسا امیر مهداد، چرا؟ هستی یا نه؟ بعد همه صحبت و تحریف اسلام صدا من میاد یا نه؟ کی داره صحبت میکنه؟ آقا کوروش ما تو ببن؟
آقای کوروش من دستم به آشپزی بند بود اون سری امید اینو جواب ندادن الان هم انگار ظاهرا مشکل پیدا کرده نیست هستی یا نه؟ امید الان فکر نیستش مثل آقای سوال پیش میاد من اینو بکنم این سوال رو آقای امیدم حالا بهش نده یا نکرده آقا بچید اونه که ثابت نکردن سوال کنم مرتا جان نوبت شماست بفرمید نه این سوال من اون سری جواب ندادی انو ماندانا جان پاسخ میدم بذارین چند نفر من سوالاتشون رو بپرسم بعد به شما پاسخ میدم چشم مرتا جان شما سوال کنید آیا نوبت بفرمید بله بفرمید وقتتون بخیر خسته نباشید من دارم اولین بارم میام تو این کلاب و شما رو میبینم و دست بلند کردم و اومدم بالا حالا من از اینا که تعدادشون زیاده میخوام بپرسم این یه نفره شما این همه استدلال ندارین که جوابشو بدید ببینید زمان هند شطرنج درست کرد آورد ایران ایران جواب داشت براش پادشاه ایران جواب داد ولی شما این همه آدم جمع شدید استدلال ندارید که از دینتون که 50% زندگی رو اشغال کرده بتونی جوابشو بدید حالا علما دارن یه جوابی هم قرار بدید من در نجاب وایسه یه لحظه دیگه بذار این چند نفر سوالاتشون رو بپرسیم بذار اونایی که تو رو خدا کسی رو دیگه بالا نگیرید بچه‌ها چون واقعا نمیرسم مهرداد هم که نبود بریم دوستانی که پژمان عزیز شما بفرمایید پژمان کلاهدار پژمان با کلاه بفرمایید امید من هیچ چیز هم نظرم با تو هر چی تو میگی همون عزیز دلم پسر آقای پسر بفرمایید عزیزم آقای پسر نیستش آقای علی شما علی که عکس سیاه‌سفید آدم اون علی که نوار خالی پر کرده رو بفرمایید بله عرضم بزرگ که من یه دو دقیقه صحبت می‌کنم با شما تو مایکم اون شما که باش ببین ماندانام هست به ماندانام چون که آدم منافقی هستی اصلا بحث با شما بیهوده است خانم ماندانام ببخشید شما از من سوال من الان بچه‌ای که چون می‌خوام برم از من سوال داری در خدمتتم اگه نیست که وایسا که من رفتم با خانم ماندانا صحبت کنم خب اینم که رفت خود من ننداختم پایین خودش رفت پایین دیگه نه آقای محمد بفرمایید شما صبر نکنید بله آقای محمد ایشونو بیارید بالا ایشون نه ایشونو انداختیم پایین لطفا بیارینش بالا صحبت کنید خانم ولی ایشون من ننداختمش پایین بچه‌ای که بالا کیون علی بیاد بالا آقای امیر هاشمی آقای علی رو بیار بالا ایشون صحبتشون رو دادم شاخ خودش رفت پایین بابا جان چهار کی میندازه پایین چه نه آقای بابک ایشون رو اینوایت بدین خیلی خوش شما چی کاره آقای محمد من هر کاری میکنم نمیاد بالا یا باید. باید داره من کارم جای امید ناراحتی میتونی من رو بندازی پایین خب ولی ناراحت هم تو رو میندازم پایین خوشم نمیاد مدل برخورد آقای مینشا ها بفرمید خیلی بیشرفی آقا تو که اینه گفتی آقای پسر سید هستم قربون شکلت برم تو که اومدی یه بار فوش دادی دوباره میخوای فوش بدی یه دقیقه فوش بده برو فوش میدن بیشرم فوش بده خب دیگه نه این اخوه تو دارن تو بحشن من رو پاره میکنم خیلی بیشرفی یه سری سایبری تو دور خود جمع کردی جون جون دوست داری من یه چال الان برام بسنات بزن از چال اونو بپرسن سید حسن آقای سید حسن داره ببخشید سید حسن داره چیز میکنه این همه بحث منطقی میکنه بفرما سید حسن تو کی میخوای کنار مردم وایسی بیشرف سید حسن حرف نداری مجبوری بیای رو استیج حرف سوالی که نداری دیگه قربونت برم وقت رو داری میگیری حرفتو بزن چیه نقطه مشترک بین همه ایرانی های تو داری اونو میزنی شما به خواهر تجاوز میکنی شما به خواهر آقا سید حسن تجاوز میکنی به خواهر تجاوز میکنی به خواهر تجاوز میکنی بهتر جا ولش کن گروه باباش ولش کن اصلا بس سخیف شد من خواهر داره تو مگه الان برای ما آقا ولش کن من آقا یه ولش کن بهتا جا من اصلا منم بیترف میگم تو بیار حرف بتو بزن چی کار داری به میگذار شرف من گرگونت برم آقا علی شما بفرمایید شما اگه با من سوال دارید بفرمایید ندارید با ماندانا صحبت داری من برم بعد صحبت کن بفرمایید با ماندانا بعد من صحبت کن آقا نوبت منه آقا ایشون اتفاق میخواد شما نوبت منه اتفاق آقای علی شما اگه با من که صحبت با مانداناست بعد صحبت میکنی دیگه الان نه نه گفتم کافی از من سوال داری گفتم میخوام از سوال بپرسم بفرمایید حالا من که وایس که از شما در اومده بود گفته بودی همسر من دوست پسر سیاه‌پوست داره هنوز اونو داره یا جدا شده ازش میخوای پاتاختو بگیری یا اینکه فقط میخوای تیکه بندازی نه خود وایس خودت در اومده بود خب
ببین عزیزم، من خیلی خوشحالم که سطح آیکیو بچه چیه انقدر پایینه که با وجودی که چند تا کانالای خودتون خودشون منتشر کردن، خودشون هم چیکار کردن، تکذیب کردن. خوشحالم که صداهای منو جلو عقب میکنید یه چیزی در بیاد. در مورد سیاه‌پوست توی برنامه من گفتم که در حقیقت دختر آقای رضا پهلوی، نور پهلوی، اون موقعی که من اینو گفتم 2016 بود که نور پهلوی دوست پسر سیاه‌پوست داشت. گفتم ایشون دوست پسر سیاه‌پوست داره. در جای دیگه داشتم در مورد خانم خودم صحبت میکردم، در جای دیگه مطلبی دیگه ای گفتم. این 3-4 تا برنامه رو تیکه تیکه کردن، صدا رو به هم چسبوندن. آیا شما تصویری هم از من داری که چنین چیزی گفته باشم؟ یا فقط وایسه؟ وایس بوده دیگه، بشید تلفنی با اینا فرق الان دیگه. الان به سطح آیکیو خودت ایمان آوردی که چقدر سطح آیکیوتون جلبنگی هست؟ حق دارید اگه اجازه بده. شعورت هنوز نمیرسه که صدای تقطیع شده رو با واقعی نمیدونی، نمیفهمی که این صدا تقطیع شده. خب دل من پر از درده. عزیزم برو گم شو پایین دیگه، هورمون شکله به الان من انداختمش پایین. داری میگی سوال کردی پاسختو دادم. وقتی که سطح آیکیو اینقدر پایینه که 3-4 تا برنامه منو میکس کردن کنار هم دیگه گذاشتن، در جایی میگم خانومم داره، جایی میگم دختر رضا پهلوی دوست پسر سیاه‌پوست داره، اینا رو تقطیع کردن و هم چسبوندن و شما قبول کردی، این یعنی چی؟ یعنی سطح آیکیو تو بچه مذهبی پایینه. که البته جای تعجبی هم نیست، اگه سطح آیکیو تون بالا بود 1400 سال منتظر المنتر ظهور مهدی نمیموندید. آره قربون شکلت برم، اگه تصمیم داری در خدمتتم. درسانی همسر من تو جزایر قناری دو تا ویلا به نامشه داره، عشقشو میکنه. شما همسراتون کردی تو چادر که هر روز دارن مریضی میگیرن. اینم از این قضیه. بگذنی بذار دوستانی که صحبت من برم واقعا دیگه. آی سامان شما صحبت نکردید، بفرمایید. خواهشن خواهش میکنم. من یه سوال داشتم از خدمتتون، لطفا یک ثانیه به جواب من بدین. این که شما قبول دارید خرد جمعی کلن تو کل دنیا داره بالا میره، اینو قبول دارین؟ همون اول اسم الله خیلی بحث نسبیه، حالا بفرمایید. حالا شما فرمودید یه جایی که تو سال 2060 بیشتر عموم اروپا میخوام مسلمون شن. من حالا این از کجا دارم؟ مسلمون نمیشن، تولید مثلشون، تولید مثل مرکز آمار پیو داره میگه. من نمیگم مرکز آمار پیو میگه. یعنی شما میفرمایید که این خرد جمعی که داره بالا میره، یعنی تلویحاً اینو داره میگه دیگه، خرد جمعی داره بالا میره. سامان جان چرا شما بچه مذهبی آی کیو تون انقدر پایینه؟ اینو به من بگو. آقا من مذهبی نیستم، قربونت برم. مثلا عزیزم خرد جمعی چه ربطی داره؟ عزیزان مسلمان افتادن رو زناشون، دارن جوجه کشی میکنن، ده تا ده تا دارن تو اروپا، سومالیایی ها دارن بچه دار میشن. این چه ربطی به خرد جمعی داره؟ قربونت برم. نمیتونن که تغییر بدن که دیگه اکوسیستم یه منطقه رو که دیگه کلا عوض کنن. شما اروپا اصلا تا حالا اومدی اروپا زندگی میکنی؟ بله. در برخی از مناطق اروپا که تعداد الان مسلمان ها بیشتره، به صورت نانوشته دارن قوانین خودشون رو اجرا میکنن. در استکهلم مثلا منطقه رینکیبی، منطقه رینکیبی الان در استکهلم دیگه رسما اسلامی. اینا نپای تو صحبت بذار ما شتو رو برن. آقا سامان، آقا وایس، آقا سامان صحبت داره. آقا امید که میگه روزی خواهد رسید که بدونی یک تیر اروپا به دست مسلمان ها فتح خواهد شد. آیا این جمله رو قبول داری؟ متاسفانه با توجه به ایران رو فتح میکنم بدون یه تیر بابا جان. آقا وایسر، با توجه به این که عزیزان مسلمون مثل مگس 100 تا تخم میزنن، از هر تخمی 2 تا بچه به دنیا میاد 200 تا، و مردم اروپا زیاد ازدواج نمیکنن و بیشتر سگ نگه میدارن، بعضیاشون هم باجناق گرا شدن دیگه، این متاسفانه میتونه، چون بحث هژمون نفراتی و کمیت مسلمانان. ببینید با کتاب و با اقناع سازی یا با تبلیغ و ترویج که اینا نمیان مسلمون بشن، با مسئله تولید مثل زیاد، مثل حیوان تون تون دارن بچه دار میشن. بله از این نظر دنیا الان در تا سال 2060 خطر داره از این نظر. ولی البته خوشبختانه در ایران در چارچوب اقناع‌سازی کسانی که مسلمان هستن هر روز دارن میان بیرون و قضیه در ایران متفاوته. بذاریم اسلام کسافت بیفته تو جون این اروپایی ها درندشو سرویس کنه. من قبول دارم. آره بگذاریم. بذاریم آقای قاسم، آقای سامان خیلی ممنون. آقای قاسم تو پوشتو بده برو. آقا تو خدا سامان وایس دیگه. وایس قاسم یه لحظه وایس، من میام پوشتو گوش میکنم. سامان جان شما بفرما آخرش هم برو.
خب بذارید خواهشم. من میخوام برم واقعا. امید جان. من میگم یه جمعیت خاکستری وجود داره. امید جان. یه جمعیت خاکستری وجود داره. یه جمعیت خاکستری وجود داره که شیعه هم به قول تو از همون بچه شیعه زاده شدن. یعنی به دنیا اومدن شیعه بودن. شما میخوای تمام اینها رو فاکتور بگیریشون و اینکه بری به یک جمعیت شیعه ناباورن برسی. این کار یعنی این که آقا عملا داری یک مخاطب خیلی بزرگی از خودت خودت حذف می‌کنی. خب اوکی این حرفا دیگه این حرفا نونه هر سفره یه زیاد میشنویم تو رسانه‌های لس آنجلسی و رسانه‌های جریان معیار 44 ساله کردن تو پاچم. در واقعیت که اینچنین نیست و ما داریم همینجوری از اسلام در میاریم و قضیه داره جلو میره. به هر حال این یک تحلیل مهندسی شده کلاسیکه که تقریبا شما تقلیدش کردید. مهم نیست. آقا قاسم دو تا فوشتا بده برو. امید عزیزم ببین من یه چیزی میخوام بهت بگم این حرف چرا منو به گوشت بگی فوش نمیدم گوش بده عزیزم گوش بده من فوش نمیدم من تو اصلا بده فوش دادن آوردم ببین همونطوری که اول انقلاب دین برای ما بیدینی آورد همینطور الان این بیدینی که تو داری ترویج میکنی برای اینا دین میاره اینو متوجه باش عزیزم اشتباه داری میزنی اشتباه داری میزنی اشتباه داری میزنی اینو متوجه باش الان به کجای اسلام دونت برخورده اینم به من بگو قاسم من به همه جام برخورده به خاطر اینکه تو اشتباه داری میزنی یه خورده درست تیر تو بزن مرسی از نصیحتی که به من کردی و پیام بازرگانی آقای حسینی عزیزم شما بذارید عزیزم من نوبتی سوالا رو بپرسم برم آقای حسینی شما بفرمایید عزیزم بله مرسی من فکر می‌کنم فقط اگه میشه 90 ثانیه حرف منو قطع نکنید چون علی که نشه صحبت کنه ببین آزادی بیان رو می‌خوام بگم من چون اعتقادی به دموکراسی آزادی بیان ندارم ولی تلاش هم می‌کنم بفرمایید من نباشم ببین آزادی بیان و دموکراسی که شما دموکرات باید به من دوگ میاد بدین که حداقل بزنید آدم‌ها یکی دو دقیقه حرف بزنن که نمیذاری تو مگه آیه حسینی مگه مسلمون نیستی آیه حسینی وایس اصلا نوبتی شما مسلمون نیستی حرف بزنن دیگه آقا اگه مسلمونی اصلا صحبت دموکراسی نکن دیگه قربون شکل برم تو اگه نه ببین من مخالف میترسی میدونی نمیذاری که شما مشکل از اسلام نیست مشکل شاید مشکل از مسلمانی باشه مشکل از اسلام نیست این که نونه هست افتاییه خب قرار کردی گفتی میخوام برم سریال نگاه کنم ببین گوش بده آدمی شما واژه استاندارد دوگانه تا فرهنگ تو فرهنگ امید یه تعریفی داشت از پارسال تعریفش میشه امید دانا یعنی کسی که ایزد نشان فلان یعنی حرفای شما موجوده خب و به یک باره تحت یک رنسانس تاریخی در درون شما به صورت محیر العقولی شما یه دفعه تغییر کردی من فکر نمی کنم این حجم از دوگانگی رو در هیچ فارسی زبانی ما در طول و عرض و ارتفاع تاریخ ببینیم شوخی نکن با ما آیه دانا مشکل از اسلام نیست حالا اینکه شما یه حب و بغض شخصی داری میخوای به اسلامو بزنی خودت میدونی اما من واقعا دعوتت میکنم نه با خزلی چون خزلی خب یه واقعا یه ارتفاع فکری بالاتری از شما داره همون ماهوری که پریشب فرار کردی ازش بگفتی میخوام برم سریال ببینم اونم اپوزیشن مثل شما من دعوت میکنم اینجا که نمیذاری کسی حرف بزنه علی رو که بعد 60 ثانیه دادی پایین یه مناظره دو نفره باهاش بکنی فرق دوغ و دوشاب معلوم میشه من واقعا به هر حال من یه جایگاهی دارم دیگه تو و ماهور برگ کدوم درختی هستی در سطحی که بخوایم با هم دیگه مناظره کنیم اینم بگو درختی بود که ترسیدی گفتی میخوام برم سریال نگاه کنم کی با خزلی قبول اوکی با خزلی اوکی مناظره کنی عزیزم من همین الان هم میخوام برم من مثل شما ها من مثل تو عزیزم من مثل شما الافای کلاپاس نیستم که من کار زندگی دارم اینجا مثل ما الافی میا شما فعلا زمانی که شما کلاپاس داری میذاری خیلی بیشتر از بقیه اپلیکیشن هاست حالا عزیزم وایسا یه دقیقه یعنی فقط مشکل زمانه که از مناظره با خزلی فرار میکنی یعنی شما فقط مشکل زمانه عزیزم برو پایین داری شلوغ میکنی ببین عزیزم شلوغش نکن بعد میارمت بالا تو همینجوری میخوای پشت سرم چرت و پرت بگی اولا این که میگی شما عوض شدی سوال بعد از این کشدارها تو چرا عوض نشدی؟ ببخشید چشم بچه‌ها رو هزار تا در آوردن تو عوض نشدی؟ دوما دمت گرم که اشاره کردی فیلم ها موجوده گفتم ایزد نشان خامنه ای این حرف درستیه طبق گفته خودت من گفتم ایزد نشان خامنه ای نگفتم آیت الله خامنه ای این که اون زمان که میگفتم ایزد نشان خامنه ای پرچم شیر و خورشید پشت سرم بوده تاج پهلوی گوشه کتم بوده و تو اسکل بچه مذهبی فکر کردی من عاشق ولایتتم مقصر تویی
من مسئول مواضیع خودم هم. من نباید پاسخگو باشم. من داشتم با دوستی شما عقب افتاده های مذهبی رو آدم میکردم تا بخشی با بیت رهبری و بخشی با بچه های سپاه و اطلاعات و اینا هشت و نشر داشتیم. ما داشتیم با رفاقت شماها رو سم اسلام و ازتون در میآوردیم. بعد از اینکه بچه های مردم رو کشتیم، ما قبلش داشتیم جراحی غیر تهاجمی انجام میدادیم با دارو و با آنتی بیوتیک و اینا میخواستیم آدمتون کنیم. ولی بعدش که بچه های مردم رو کشتی گفتیم نه دیگه، ما بعد الان بدن ایران شهر رو متاسفانه بریم سمت جراحی هجومی. حالا اینکه تو درکی نداری من چیکار میکنم حق داری، چون لول کاری که ما میکنیم اصلا یه داستانیه که در مغز بچه شیعه‌ای که سازمان فکریش منتظرالمعاد در حقیقت منتر ظهور آقای مهدی هست، فکر میکنه بعد از 1400 سال موجودی به اسم مهدی ظهور میکنه، حق داره این سازمان فکری دیسکورس شناسی کار ما رو نداشته باشه، گفتمان شناسی کار ما رو نداشته باشه، اصلا درکی نمیتونه بکنه. اما یه شخصیتی رو نام آوردی که من تو این فضای کلاپوس الان گفتی اینا الان دارم فکر میکنم یادم اومد که توی جلسه مثل که اومد دو تا سوال کرد، مثل الان این همه آدم اومدن سوال کرد، خب من که یادم نمیمونه. ولی طبق گفته خودت یه شخصیتی رو نام آوردی که من یادم نمیاد، گفتی که اون اپوزیسیونه. یعنی چی؟ یعنی خودت هوادار رژیمی. اپوزیسیونی که توی هوادار رژیم داری ازش دفاع میکنی، خب معلومه که اینم دوچار گاگ سیاسی دیگه. کسی که امروز میگه اسلامو نزنیم کاری به اسلام نداشته باشیم، گاگول سیاسیه. برای که اصلا ما نمیزنیم اسلامو. اسلام 44 سال حداقل با جمهوری اسلامی پاشو رو خرخره ما گذاشته، یه پیشینه 1400 ساله داره. بنابراین شوخی نکنیم با هم دیگه و هم دیگه هم بازی ندیم. اینو بگذاریم. شما یه تعداد آدمی هستید که آقا امید شما باید بگو چقدر چند درصد احتمال میدی سپاه کودتا کنه یا بعد از مرگ خامنه‌ای یا قبل از مرگ خامنه‌ای؟ بیشتر فانتزی منه، درصد کم خودش میدم. خب بذار من برم دیگه یواش یواش، منتها دوتا دیگر هم آوردید بالا. آقا یه شعر بگو. برو پایین، آرمیا برو زیر مایکت. این حقوق مردانی های ما اینجا همشون زخم خوردن از قوانین اسلامی تو قانون خانواده، ولی باز اومدن اینجا دارن دفاع میکنن. آقای دانا ما سوال من میگم کسی رو بالا نگیرید، شما همینجوری آوردید بالا به خدا، من باید برم به خدا، یعنی من دیگه نمیرسم. چند تا رو جواب بدید، من اینو پاسخ بدم بابا. ده من هم جواب میدم تموم نمیشه. این تمامه. این 5 6 تا نکنید بابا. 5 حقوق خودش هم نداره، چه برسه حقوق مردم. کاری من برام پاسخ، من برام پاسخ بانو ماندانا رو بدم برم، چون واقعا دیرم شده. خانم ماندانا، این که گفتی چرا اسما داره در حقیقت اسلامی میشه، اولا اسم شما که قربتون برم ماندانا است، یعنی انقدر شما نام واقعیت فاطمه است ولی میگی ماندانا، انقدر که اسمای اسلامی خزه، حتی خودت هم حاضر نیستی که مثلا به خودت بگی فاطمه. مثلا فاطمه یه اسم خزیه دیگه، ولی ماندانا چقدر اسم قشنگیه، چقدر اسم خوبیه. دوما این آمارایی که میدی شما بگی از کجا در میارید. سوما وقتی که در ثبت احوال خیلی از نامهای فارسی رو اجازه نمیدن، این خودش مورد دیگه. چهار رو من خیلی از نامها در گذشته نامهای مسخره بوده، مثل مثلا نامهای عجیب و غریبی بوده، گفتم بیاید ناماتون رو عوض کنید، ولی شرط گذاشتن فقط نام اسلامی میشه گذاشت. این هم خواستم بهتون پاسخ بدم و دستتون در اینقدر خودتون رو به تجاهل نزنید، ورشکستگی شیعه خیلی معلومه. قبل تشریف بعضی از این نامها اصلا رفتی به اسلام نداره، این نامها قبل از اسلام ما داشتیم. اولا خیلی عالی داری کار میکنی و تنها نیستی و تو تنها تو جنگ نمیکنی، عالی و داریم جلو میریم. و اون از هر سه بچه‌ای در آلمان یکیش میگفتن ترکه و حداقل دو تاش مسلمانه، این داره میشه. ولی ما داریم همین این، شما این منحنی رو ببینید، این ضد اسلامگرایی همه جا داره روش میکنه. ایران هم مرکز این مسائله، یعنی در ایران این علیه شیعه گری، علیه اسلام و حکومتی کارون داره خوب پیش میره. خیلی ها به جبهه ما پیوستن، ستون ها اومدن به جبهه ما پیوستن و خستگی ناپذیر هستی، دمت گرم کاراتو داری با طنز انجام میدی. منم کار یوتیوبی میکنم، امیدوارم بیشتر بتونیم کنار هم باشیم. مرسی همیزون دعوت کردید. خوبه. من کجا امید باش مشکل دارم؟ امید میتونه بگه من طرفدار سکولاریسم جدایت این از سیاست، من خیلی میپسندم. اون هم طرف ها رو بیزنیم خودمونه. ما اسلام ستیزیم. ببین سکولاریت یه حرف ویترینیه که به درد کافی شاپ میخوره که با همدیگه نشستیم لاس بزنیم. من برعکس فعالان سیاسی، چون فعالان سیاسی خارج از کشور اینا فاند میگیرن عموما، اینا دارن در حقیقت پول میگیرن که اصلا مخالفت با جمهوری اسلامی صنعت در خارج از کشور.
من برای که خوشبختانه یه اشرافیت اقتصادی دارم، تو جزایر قناری اومدم، یه خونم و اجاره، یه ویلام و اجاره دادم، پول همون برام بسه. دو جام سرمایه گذاری کردم، پولش برام میاد، با یه چیزی نزدیک ماهی 17-18 هزار یورو زندگیمو دارم میچرخونم، حالش هم میبرم. نیاز مالی ندارم. این کاری که دارم میکنم عموما عقیدتیه، بخش قابل توجهش عقیدتیه. برای همین دیگه مثلا بقیه فعالان سیاسی نمیام حرف نوار خالی پر بکنم که بخوایم صنعت اپوزیسیونی داشته باشیم. این عزیز آقای بابک شما بفرمایید، من بعد جمعش کنیم دیگه. جناب دارایی یک سوالی پیش میاد، اونم اینه که خیلی ها ممکنه فکر کنن که وقتی به شما میگید اسلام رو باید کلن حذفش کرد، شما میخواید چهره اپوزیسیون رو به این مخدوش بکنید که بالاخره یک سری آدم مذهبی ما در ایران خیلی مسلمان داریم که ضد اسلام هستید و آدم هایی که میخوان بیان روی کار مثلا بعد از جمهوری اسلامی ضد اسلام هستن و مردم بگن آقا همینی که هست خوبه، اینا که میخوان بیان بدتره. این اینم که توضیح رو این یه تحلیلیه که تا 13-14 سال پیش میتونست قابل اعتنا باشه. یعنی این که آقا یه عده در درون اپوزیسیون مثل امید دانا اسلام ستیزی میکنن تا بخش مذهبی مخالف جمهوری اسلامی بترسه و بگه که آقا همین حکومت باشه حداقل با دین ما کاری نداره. این تحلیل یک تحلیلیه که نون هر سفره ایست که البته رگه های از حقیقت رو تا 15 سال پیش یا تا حتی 10 سال پیش هم توش میتونیم پیدا کنیم. اما ما بعد بر اساس این مسئله سیاسی ایران انقدر همه چی داره تون تون چنج میشه. ما تا 10 سال پیش گوشی 1120 دستمون بود، الان اصلا شما با گوشی 1120 اصلا نیست که بخوای بری بخری، همه گوشی هوشمند دارن. مشکل همه سیاسیون ما اینه که بر اساس دیتای میدانی هیچ وقت کار نمیکنه، همچنان بر اساس یک سری دیتاهای کلاسیک آنالیز میکنن و به هر حال برای خودشون یک پکیج تفکر درست میکنن. واقعیت امروز اینه ما دو تا فکت داریم، این دو تا فکت خیلی خوب نشون میده که این تحلیلی که شما میگید دیگه دموده شده، قدیمی شده و غیر قابل اعتناه. یکی مجید رضا رهنورد و یکی کیان پیرفلک، هر دو قشنگ یک لول بالا و لیبل اسلام ستیزی دارن. مجید رضا رهنورد میگه بالا سر من قرآن نخونید، یک رسانه محلی در مشهد اینو میگیره. بعد از اعدامش یکی از بچه‌ها تو مشهد میگه امید من یه همچین چیزی یادم بود، من بالای 6 ساعت وقت گذاشتم سایت تلویزیون و این وصیت‌نامه مجید رو درآوردم، بعد از 22 روز اینو منتشر کردم، مثل توپ صدا کرد. خب همه میدونن که وصیت‌نامه مجید رضا رهنورد رو اولین بار من منتشر کردم. و جالب اینجاست چرا من منتشر کردم، چرا جمهوری اسلامی روش مانور نداد که آقا این اسلام ستیزه میگه قرآن نخونید. نه تنها این کارو نکرد جمهوری اسلامی، حتی گفت مجید قراره بره کربلا، میخواست بره کربلا، مادرش هم فرستادن که براش قرآن بخونه. اما مادر کیان پیرفلک رسما گفت آقا بچه من قرآن بدش میومد، از قرآن متنفر بود و رسانه‌های جمهوری اسلامی به هیچ عنوان رو این مانو ندادن هیچی. سراسیمه رفتن معلم کیان پیرفلک رو پیدا کردن که در دوران کرونا کیان پیرفلک باید تکالیف مدرسه‌ش رو به صورت اینترنتی میداده، گفتن فیلم‌های کلاس قرآنی که کیان از طریق اینترنت مشقاشو مینوشته برای ما بذارید که ما یه عکسی پیدا کنیم. و عکس کیان رو با کتاب مدرسه کتاب درسی قرآن در آوردن منتشر کردن. این دوتا فکت به ما چی داری میگه؟ سرمایه مذهبی جمهوری اسلامی در کف میدان تحلیل رفته، تجزیه شده، از بین رفته و در پایین ترین میزان خودشه. بنابراین جمهوری اسلامی امروز مثل سگ میترسه که ما بگیم اسلام ستیزی. چرا؟ چون وقتی که ما داریم میگیم میترسه که بر اساس اون بستر گسترده اسلام ستیزی یک انقلاب پیش بیاد. آقای خمینی موفق شد برای که بستر جامعه اسلامگرا بود و اون رو موج اسلامگرایی سوار شد و من دارم همون کارو معکوس سازیش میکنم. کاری که امروز من دارم میکنم معکوس سازی حرکت آقای خمینیه، منتها امروز بستر جامعه اسلام ستیزی است. شما نگاه کنید مقامات جمهوری اسلامی دارن لحظه بالبال میزنن، همش ما داریم میگیم آقا گروه بابای اسلام، اینا میگن آقا شل حجاب هم حسین رو دوست دارن. امسال محرم شلوغ‌تر شده. چرا؟ چون میدونه که دیگه از نظر کمیت و هجمون نفراتی بسیار بسیار ضعیف شده. مشکلی که من با تمام این عقب افتادهای کلاپوس و این تحلیلگرای رسانه‌های جریان اصلی دارم به خاطر اینه که رسانه‌های جریان اصلی برای که ساعتی 200 پوند به تمام تحلیلگرا میده. خب این آقای نجم محمد علی و خیلی از اینا با من دوست بودن دیگه، یا خیلی از اینایی که الان تو این رسانه‌ها همشون قبلا حالا یا با من مصاحبه کردن یا با هم دوست بودیم، بابت اینکه ساعتی 200 پوندشون از دست دادن تو فشار اقتصادی دنیای غرب میرن اونجا یک تحلیل خنثی
ویترینی، کافی شاپی و البته آهسته میرن و میان که گربه شاخشون نزنه. برای همین چرت و پرت میگن و این چرت و پرت بذرش پخش میشه و یک اسکولیسم سیاسی ایجاد میکنه. این سوالها و این نگاه سیاسی که اسلام را نزنیم به خاطر که یک بخشی مذهبی هم میرن کنار نظام، در همون چارچوب و کانتکست اسکولیسم سیاسی تعریف میشه. چون خودمون فکر نمی کنیم. اسلام ستیزی بست جامعه است، گسترش پیدا کرده. جمهوری اسلامی آقای خامنه ای 2 هفته پیش با طلاب قم جلسه داشت، 55 دقیقه سخنرانی کرد. من همه سخنرانی های خامنه ای رو تا الان تحلیل و آنالیز کردم. در این 55 دقیقه بی‌نظیر بود این سخنرانی، چون تو همه سخنرانیاشون که 50 دقیقه است، 1 ساعت، 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه، بیشترین سخنرانیشون تا 1 ساعت و 20 دقیقه هم رسیده. در همه این سخنرانی ها ایشون بالای 15 مورد رو میاد باز میکنه و در مورد 15 مورد حداقل صحبت میکنه. این اولین بار بود در تاریخ سخنرانی آقای خامنه ای 55 دقیقه سخنرانی میکنه صرفا برای تبلیغ اسلام. و اونجا اشاره میکنه، تو دقیقه 26 و 27 سخنرانیشون هست، اشاره میکنه که ایمان مردم به شیعه شیشه عمر نظام است. خب خامنه ای میگه ایمان مردم به اسلام شیشه عمر نظامه. حالا اگر کسی بیاد بگه که شیعه را نزن، داره چی میگه؟ در حقیقت داره میگه شیشه عمر نظام و کار نداشته باشه. برای همینه که جمهوری اسلامی، منی که یه مخاطب محدودی دارم نسبت به رضا پهلوی، منو داره تهدید به مرگ میکنه. ستاد امر معروف میاد تو سایتش میزنه که آقا مثل سلمان رشدی بعد امیدو بکشیم، این رسمیه و یک نهاد دولتی زده. آقای خان محمدی سخنگوی ستاد امر معروف رسما مصاحبه میکنه، ولی با رضا پهلوی کسی کاری نداره. اینجا به من میان دستگاه امنیتی میگه از جزایر قناری فعلا پاتو بیرون نذار، امنیتتو نمیتونیم تامین کنی، ولی رضا پهلوی داره دور دنیا میگرده. چرا؟ چون آقای رضا پهلوی میلیون ها هوادار اگر داشته باشه که داره، این میلیون ها هوادار رو رضا پهلوی منفعل نگه میداره. اما اگر من میلیون ها نفر که نشوخیه، 100,000 تا هم نشوخیه، من اگر 1,000 تا هوادار داشته باشم، این 1,000 تا هوادار من اکتیف هستن، رفتن در خونه محمد حیدر صدوقی سرکرده زینبیون جریان طالبان مشهد، شیشای خونه شو ریختن پایین، تا الان 10 تا از خانمای چادری عامر به معروف و چادرشو کشیدن که به یاری اورمزا در آینده بانو ماندانان هم چادرشو میکشیم که دیگه قشنگ دیگه علنی تر بشه قضیه، و پدر عامرانو در آورد. جمهوری اسلامی میگه درست رضا پهلوی میلیون ها هوادار داره، اما میلیون ها صفرن، میلیون ها منفعلن، اما این پدر سوخت امید دانا این 1,000 تا هوادار داره ولی اکتیون، اکتیون. خب میلیون ها هوادار منفعل میشه صفر نتیجه خروجیش، اما 1,000 نفر اکتیو خروجیش صفر نمیشه. دعوا اینجاست. برای همین آقای محمد جوانی کارشناس صدا و سیما میاد میگه بقیه اپوزیسیون رو ول کنید. این امیدانه پدر سوخته داره در حیات بقیه اکتیو امیدوارم شیعه نباشه ایران تجزیه میشه. اینم دیگه قدیمی شد رفت دیگه. ایران همین الان در خونه قدیمی هم تجزیه شده. آقای امیددانا یک سوال ازت من بپرسم. چه نقطه مشترکی بین من و اون ترک آذربایجان غیر شیعه؟ ببین میگم این تحلیلایی که میکنی اینا همه دموده شده. واقعیت میدانی داره مسخره میکنه. پاسخ بده. آشورا رو برداشته، محرم رو برداشته. همین الانش الان همین الانش که ما همینه. حالا نقطه ما شیعه نقطه مشترک ماست. نه عزیزم، نه من و ترکی چه نقطه مشترکی هست؟ این تحلیل درست بود تا امیر جان بذار پاسخ بدم. این تحلیل درست بود تا چند وقت پیش، اینم دیگه متاسفانه تاریخ انقضاش تموم شده. ببینید همین امسال که اصلا کسی محرم نیومده. حالا اینکه تعداد مردم کم میشه، شما تبلتون رو بیشتر میکنید، صدای اکو مثلا عزاداری رو زیاد میکنید، که قول قول نیست سر محرم. آره آره بذار پاسخ بدم. آره من حالا خوبه خانم خانم مثلا آذریه، تو رو خدا اذیتمون نکنید. ببینید مسئله‌ای که وجود داره، این تحلیل هم قدیمی شده. اولا ببین ما بر اساس دیتای میدانی بحث کنیم. همین الان ایران تجزیه شده. آقا تو خانواده هیچ کی حاضر نیست با هیچ کی. اولا ما تجزیه اجتماعی شدیم، فروپاشی اجتماعی داشتیم. از نظر ببین زیرساخت‌های ایران نابود شده است همین الان. ببین ما زمینمون نشست داشته، ما الان یک فرودگاه مهم در کشورمون دیگه وجود نداره، ما یک بندر مهمی نداریم که اگر مثلا ببین یکی از دلایلی که دنیا راحت میتونه ما رو تحریم کنه بابت اینه که هیچ وابستگی به ایران نداره. همین الانش اگه شما یه انقلابی بکنید، تمام اون حرفای کارتونی و انیمیشنی، یه مثلا دیو برود بیرون یه فرشته درآید،
یه بهترین حکومتی بر اساس منطقی بخواید بچینید، همه کارا همین الان تا یک ساعت دیگه درست بشه به عنوان یک معجزه، یه معجزه سیاسی در ایران رخ بده، یه دفعه دکمه بزنیم همه چی بشه ایدئال. ما 15 سال با اقتصاد مریض و ورشکسته ترکیه امروز فاصله داریم عزیزم. ما الان به سمت نابودی و فروپاشی سرزمینی هستیم. شما الان دغدغه شیعه داری عزیزم، شیعه الان پشم صورت منم نیست، شیعه اتفاقا یک عاملی است که امروز ما رو داغون کرد. این بچهای جغل بچهایی هم که اومدن بالا حالا گفتش که ما بیا با مناظره کنیم اینا، این جغل بچه‌ها به دنیا اومدن یه دکمه‌ای دارن میخوام براش کت بدوزن، به دنیا اومدن شیعه، تنها دلیل منطقی هم که اینا شیعه، پدر مادرشون شیعه بوده، حالا با این دکمه میخوان کت بدوزن. توی خانواده گاوپرست هم به دنیا میمونن، الان با من اینجا بحث میخواستن بکنن که آقا گاوپرستی بود. این دو سه تا از بچه‌ها موندن که آخریان دیگه ول کن، دیگه ول کن بچه‌ها دیگه دمتون گرم. حالا من فردا توی اتاق دعوت شدم اونجا صحبت میکنم. یه لحظه این خانم نیلا خیلی وقت منتظر، یه سوال خانم نیلا منم یه سوال از شما دارم برای آخرین سوالش. خانم نیلا سوالتون رو بپرسید. سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم، سری میرم سر مطلب که وقتتون رو نگیرم. با توجه به اینکه روزنامه کیهان جدیدن هم به این موضوع پرداخته که آقای خاتمی زرتشتی هم، آیا زمانی که شما در ایران بودین زیر پوستی داشتین در لباس اسلام تبلیغ زرتشت رو میکردین، آقای خاتمی کچ میکرد شما؟ یعنی شما در جریان بودید؟ من سوال دارم خانم نیلا، شما خودتون مسلمونید؟ میشه اول جواب سوال منو بدید؟ من با آقای خاتمی هیچ وقت رابطه نداشتم. شما مسلمونید؟ یعنی ایشون با عمامه سیاه در لباس زرتشت تقیه میکرده، یعنی زرتشتی بودن در لباس اسلام تقیه میکرده، ولی به شما که سربازای خوردش بودین هیچی نمیده؟ خانم شما گفتی کجا گفته اینا؟ شما گفتی کجا گفته در مورد آقای خاتمی؟ روزنامه کیهان ثبت کردم. خب شما به آخر روزنامه کیهان میگن بین این پیامبران رفتی شما طرفدار جرجیس شدید. حالا مگه روزنامه کیهان منبع اولا که هست یا نیست؟ من نمیدونم واقعا. ای کاش که همه مردم اینا زرتشت بشن. نه آخه کیهان اصلا کیهان معروف، کیهان بیاد همچین حرفی بزنه. آره ولی کیهان معروفه به چرنگویی. اصلا چون حالا کیهان گفته بس قطعا ایشون زرتشتی نیست. به خاطر اینکه کیهان یه روزنامه بیاوریه. زرتشتی بودن آقای خاتمی رو نبخشی من اصلا اطلاع ندارم. ما هممون زرتشتیم. خب اونجا داره شما تو ایران داشتی عمل خانم نیلا شما خانم نیلا اون کلیپ ها بایسته اون کلیپ ها میدونی کجا میده؟ خانم نیلا شما میده آقای خاتمی اون صحبت رو کجا گفته؟ فکر میکنم تو مجلس بود همچی جایی. نخه ایشون در آمریکا در جمع زرتشتیان بود، اینو در برابر آقای استاد فرهنگ مهر گفت، یعنی احترام داشت. بله ایشون به آقای فرهنگ مهر گفت. البته فرهنگ مهر تو کانادا زندگی میکرد ولی تو اون مقطع اومد آمریکا که آقای خاتمی رو ببینه. فرهنگ مهر هم یکی از نویسندگان بزرگ و البته یکی از مقامات زمان شاه در دولت آقای هویدا بود. برای احترام به استاد فرهنگ مهر گفت ما همه ایرانی ها زرتشتی هستیم. البته دروغ هم نمیگه، واقعیت تا هر کی اگه الان بگه ما در قبل از حمله اسلام به ایران زرتشتی بودیم الان زرتشتیه. خب اینه که آقای پورازغدی و آقای رائفی پور هم گفتن که حضور آقای خاتمی توی اون مجلس خودش خیلی جالبه دیگه. حالا به هر حال الان ببخشید شما سوالاتتون آخه سوال شما سوال نمیکنید واقعا، اینا خیلی سرتش مبتذله. این چه سوالاتیه؟ آقای امیدوارم اپوزیسیون‌های بسیار زیادی در خارج از ایران وجود داشت، چون به اکتیو بودن اپوزیسیون خودتون اشاره میکنید. آیا اپوزیسیون دیگه هم هستن که بیش از شما اکتیون ولی با شعار اتحاد بین شیعه و سنی دارن میرن جلو؟ اونا هم میبینید اونا چرا قدرت دارن؟ نه ببین بحثه که قدرت الان هیچ جریانی اون قدرت، ببین بحث ما اولا منم قدرتی ندارم، من کار فکری دارم میکنم، سازمانی که ندارم که. ما یه تعداد بچه‌ای هستیم یه دوره‌ای عاشق ایرانگرایی بودیم، من عضو حزب پانیونیست بودم با همین آقای حجت کلاشی اینا، اون موقع سال 80 کار میکردیم. ولی ما یه تعدادی بودیم که بعد اومدیم نزدیک آقای رضا پهلوی در مقطع سال‌های 2007 تا سال 2013
خود من نه شخصا، بچه هامو من خودم یک سالی بیشتر با ایشون بیشتر نزدیک نشدم، اونم حد فاصله 2012 تا 13 بود. ولی از مقطع 2007 تا سال 2013 تو دفتر رضا پهلوی بچهای ما بودن، آیه داروش دولتشاهی، دو سه تا دیگه که نمیخوام نام ببرم چون مایل نیستن نامشون معلوم بشه. ماها نزدیک شدیم اینا که ما کار ایرانگرایی میکردیم، یعنی ما دنبال این هستیم که جریان ایرانگرا رو احیا کنیم. بعد که از اپوزیسیون به هر حال متوجه شدیم که اپوزیسیون ما در حقیقت یک اپوزیسیون دیگه نیست، ما به جای اپوزیسیون باید بگیم کارگزار دولت‌های بیگانه. اینا کارگزار هستن و برای کارگزاریشون جرأت نمیکنن حرف درست بزنن. ببین مشکل کشور ما اسلامه، منتها عزیزان چکشو برداشتن به مثلا در و دیوار میزنن. در و دیوار چیه؟ حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق همجنسگرایان، به حقوق اقلیت ها، حقوق اتنیک ها، به همه جا میزنن، ولی به کانون میخ که نامش اسلامگرایی نمیزنن، چون جرأت نه. ببین اینا نمیخوان قدرت بگیرن، تعارف که نداریم، مشکل ما با اسلامه. وقتی که اسلامو نمیخوای بزنی، پس عزیزم یا توی فضای کلاپوس دنبال اینا دارم. من از اون سوال پرسیدم، یه سوال اونا دارم، میگن اسلامو بزنیم بعدش چی میخواد بیاد؟ حالا بعدش رو ولش کنیم. الان ببخشید شما حالش 44 سال تو حالش موندید، ولی بحث بر سر اینه که الان فضای سیاسی ما یه فضای صنعتی شده، یه عده پول در میارن که اون یه عده اصلا تو کلاب هاوس نمیان، اونا میرن در فضای سعودی نشنال و مناتو و بی بی سی چون ساعتی 200 پوند میده. آقای رضا پهلوی هم برای همین مجبور حرف خونسا بزنه، بگه آقا ما باید در یک جامعه سکولار عیز مسلمان تو مسجد باشه، بقیه مثلا تو دیسکو باشن، کسی با کسی کاری نداشته باشه، که به واسطه این حرف از بنیادهایی به مانند جورج سورس و از به مانند بنیاد بگیم سادار یا خیلیشون علاقه مندن به بنیاد هاتسون که یک جریان تندرویه، بره از اونها یه بودجه بگیره با این حرفای خونسا. در فضای کلاب اینا دیگه خیلی بدبختن تو کلاب هست. چرا؟ چون اینا پولم نمیگیرن عموما، فقط بابت اینکه رو استیج باشن اسمشون مطرح بشه میان نوار خالی پر میکنن، یعنی اینا دیگه اوضاعشون خیلی خراب تره. یعنی ما یک فضای و یه دلیلی که این آخوندهای شیپیشو 44 ساله موندن بابت اینه که فضای سیاسی ما داره صنعتی برخورد میکنه، مستقل نیست و جرأت گرفتن قدرت نداره. اگه جرأت داشته باشه ما از مردم مصر و مردم مراکش که عقب افتاده تر نیستیم، الان در مصر و مراکش بحثای جدی اسلام ستیزی شروع شده، ولی ما الان مردممون اسلام ستیزن، الیت ما که دارن کار سیاسی میکنن نواخالی پر کنن، مشکل اینجاست. یعنی اساسا این زمانی هم که ما رفتیم کنار نظام، ناامیدی از این مردم و ناامیدی از این اپوزیسیون بود که وقتی فهمیدیم رضا پهلوی بابا این بالا شده رفته عربستان سال 2017 که پول بگیره با مادرش تو ریاض، برگشتنی مادری گیر میده بریم مرکز زیارت کنیم. خب وقتی که اینا تا این سطح واقعا بی شخصیتن، ما گفتیم که حالا که رای نداریم، قدرتی هم که من امید دانا ندارم، آقای داریش جناب داریش دولتشاهی هم که قدرت چیزی نداریم، که سازمانی که نداریم، ما یه قدرت فکری داریم. برای همین ما اومدیم که با نزدیک شدن به نظام، اینم یک روش سیاسیه، وقتی یه قدرتی نداری پرچم سفید رو بالا میکنی، نزدیک قدرت حاکم میشی و در کنار قدرت حاکم اطمینانش رو تا حدودی جلب میکنی و در درون قدرت حاکم جریان خودت رو احیا میکنی. کاری که من کردم چی بود؟ این که وقتی فهمیدم مردم منفعلن، اپوزیسیون کار گذاره، رفتم با مهندسی کردن خود جریانی که قدرت رو داره، این جریان رو آروم آروم به سمت ایرانگرایی چنجش بکنم. یعنی این کارم کردیم. این من ادبیات بزرگترین سخنراناشون از آقای حسن عباسی تا رائفی پور رو با همنشینی های غیر مستقیم عوض کردیم. تا دیروز اینا میگفتن ما به خاطر حضرت زینب مدافع حرمیم رفتیم، ما به اینا اومدیم کاری کردیم که بگن ما مدافع وطنیم. اینا گفتن عمق استراتژیک شیعه، ما بهشون یاد دادیم که بگید آقا بعد از هخامنشیان شما ما رو به سواحل شرقی مدیترانه رسوندید. تمام ادبیات اینا، من سپاه قدس اینا رو کردم گارد جابیدار و بهشون گفتم شما در یک اتوماتیسم تاریخی DNA در حقیقت دی اکتیو شده، وجودتون اکتیو شده، فعال شده و شما حافظه ژنتیکیتون الان فعال شده و شما جا پای هخامنشیان گذاشتید. و با این حرکت ما بخش قابل توجهی از بچهای سپاه و بچهای نظامی رو مهر ایران رو تو دلشون زنده کردیم، تا جایی که الان بخشی از اینا اسلامو ول کردن. ولی شما صحبت‌های آقای حاجی صادقی نماینده آقای خامنه‌ای در جلسه دی ماه با خامنه‌ای و سران سپاه رو برید بخونید، 40 صفحه‌ش سعودی نشنال دیگه، ایران اینترنشنال دیگه، اون منتشر کرده. تو صفحه 4 حاجی صادقی میگه دست رو دلمون نذارید که بخش جدی از بچهای سپاه قدس که قراره برن
قدس شریف رو آزاد کنن نماز نمیخونن، اعتقادی دیگه به نماز ندارن. خب این ما چه حرکت بزرگی کردیم، چه حرکت تمدنی کردیم. ولی بعد از اتفاق مهسا امینی، خب یه بخش تندروی دو آتیشه اسلامگرای اینا اومد قضیه رو هایجک کرد. بعد اینا ما منتظر بودیم خامنه ای هر لحظه پشت مردم در بیاد، یعنی چون خامنه ای هم تو این 12 سال 3 مرتبه کد داده بود، گفته بود آقا اگه نظامم قبول نداری پای صندوق آرا بیاد. بخشی از سپاهی ها رو ما باهاشون هشت و نشت داشتیم، به هر حال اینا خیلی هاشون اعتقاد به ایران پیدا کرده بودن، اما اونجایی که باید عمل کرد میکردن عمل نکردن، و نه تنها عمل نکردن، متاسفانه اجازه دادن جریان تند مذهبی 500 تا از بچهای ما رو به خاطر نوع پوشش بکشه. اینجا اون مسئله ای بود که ما دیگه گفتیم نه دیگه، پس دیگه با گفتگو و لب و دهن قضیه حل نمیشه. و البته بچهای دهه 80، نسل دهه 80 هم طرز تفکر من و تیم فکریمو واقعا عوض کردن، چون نشون دادن بچهای دهه 80، نسل 80 برعکس بقیه نسلا که ببخشید پوزش میخوام بالا نسبتتون، زیاد زر میزنن و زیاد حرفای مهندسی شده و ببین اصابته تحلیل های در حقیقت توتیوارو بیان میکنن. این نسل شجاعه، نسل دهه 80 میدونه چی میخواد، و نسل دهه 80 ما رو امیدوار کرد که ما بخشی از جامعه رو امروز داریم که منفعل نیستن و آگاهانه دارن ریشه های اسلامو میزنن، به خصوص بچه های دانشجوی دانشگاه شریف که با شعارهای رکیکی که دادن، این خیلی برای ما مهم بود که دیگه در برابر اسلامگرایی اینا رفتن قشنگ دارن شعار رکیک میدن. این شعار رکیک دارن صحبت آقای حداد عادل میشه، میگه دو جناح شدن، یک گروه که مسلمان رادیکالن، یک گروه ضد اسلام رادیکالن، متوجه؟ یعنی یه عده سلام فرمانده، یه عده زن زندگی آزادی. این آخرش چی میشه؟ من آخرش رو نمیدونم چی میشه. ببینید ما قطعا آینده ایران سیاهه، به خاطر که ما 10 میلیون نیروی کند. آخرش نه، وسطش رو بگم. ماندن از چون ما همش با وسط و اول آخرش کار داریم. نه نه، چند تا جمعه است همین بچه‌ای که لیدر شدن توی اصفهان این ماه ها ما باشون ارتباط گرفتیم با بنده میان نماز جمعه. ما نه نماز جمعه، ما این بحث جدی میخواد تو دارم یک شدم. خب نه جدی دارم میگم، شما داریم این بچه ها دارن چی کار میکنن. گفتم این بچه ها بجز انگوش شمار که نیمدن تعهد بدن، بچه ها که انگوش شمار یعنی یک دو سه چار مانو چطور رود شد من دارم در یک لول دیسکورسی صحبت میکنم، دارم گفتمان شناسی میکنم، واقعیت های میدانی رو دارم، دیتاشو میریزم اینجا بیرون، تو اومدی وسط صحبت من، اومدی وسط صحبت من پروپاگاندایی صحبت میکنی، در حد رپورتاج تبلیغاتی صحبت میکنی. دور داری میگی، تحلیل میگی، من واقعیت امرو میگم که کنار این بچه ها بودم. یعنی چی؟ نه نه، این سوال بود بهتر بپرسم. ماندانا میشه طلب ثابت؟ خب این حرفام بعد من همینجوری اومدم اینجا دیگه، این امیر زرنگی کرد اتاقو به اسم من الکی زد، اصلا من همینجوری مهمون اومدم. ولی بذار من برم دانا. حالا تو یه لکچر برام ماندنا بده دیپ صحبت کنیم. خب تو اتاق ازدواج آسان شد مصاحبه امید و ماندنا، بعد ببین خروجیش دیگه چی میشه. خب آره، ببین من اینو بگم، ببین خیلی خب این به خاطر فقر گفتمانی بانو ماندانا و جریان مذهبیه، من دارم در مورد واقعیت‌های میدانی دیتا میدم، دارم مسئله رو توصیف میکنم. ایشون میاد یه رپورتاج تبلیغاتی که دل خوش خوش کنه چهار نفرم باهاش رفتن نماز. من کنار بچا بودم میدونم، یا تو که از این دوست داری ماندنا بیجا میکنی. ماندنا تو اگه شوهر نداشتی، ماندنا گوش کن، حالا من یه چیزی بگم ماندنا، اینو بگم واسه تو، اگه شوهر نداشتی، منم اگر زن نداشتم، من در عرض دو ماه مختو میزنم تو خود قرآن پاره میکردی. اینو بهت دارم قول میدم، من تمام باجوی وزارت اطلاعات از اسلام در آوردم، یعنی اگه شوهر دیگه اونا باجوی نمیکردن. اگر تمام تحلیلات و دیدگاهات اینه که من واقعا برات متاسفم. ببین تو با همین سن و سال، من با همین سن و سال، هر کدوممون اگر ازدواج نکرده بودیم، تو به طور من خورده بودی، من تو رو از اسلام در می آوردم، دور در می آوردم که لیدر اسلام ستیزی بشی. خدا وکیلی خدا برای من در تبلیغ میکنه. آقای حداد عادل یک موضوع رو بیان میکنه دقیقاً. آره آره آره، من خداحافظی کنم آرش، قربونتون برم، من خلاص نمیشه. این سوال، این سوالو جواب دادم، 5 ثانیه دادم. موضوع مهمیه، نگاه کنید، این دو گروه هن که اسلام رادیکال، یک گروه که ضد اسلام رادیکال، بیا به قول شما اسلام ستیزن،
چه گروه قهرمان خواهد شد؟ اونی که داره روسری سر مردم میذاره یا اونی که روسری از سر مردم برمیداره یا هر دو سر یک چوبه؟ به نظر شما کدومه؟ این همه تحلیل غلطیه. واقعیت میدانی اینه که یک جریان اقلیتی ما داریم که این اقلیت که ما میگیم اقلیت نسبت به جمعیت ایرانه. در دنیای واقعی بالاخره این جریان مثل خانم ماندانا که اصلا حرف حساب سرشون نمیشه، اینا 10 میلیون نفرن. به هر حال اینا دارن کشور رو میبرن به سمت طالبانیسم، حتی به سمت کره شمالی هم میبرن. ماها باید به اینا نشون بدیم که سنبه پرزوره، اگه شما حجاب داری میذاری ما حجاب داری میکشی. این سنبه پرزور در یک فانتزی شاید بخشی از نظامیا که ببینن دیگه مملکت داره میره رو هوا کودتا بکنن و وضعیت رو بتونن به درست کنن. اما اگر نظامیا کودتا نکنن و کشور رو مثلا بیا یه کودتا کنن، آخوندا رو بگیرن از خامنه ای تا همه اینا رو بالاخره محاکمه کنن، اعدام کنن، بعدم برن توی تخت جمشید یک ریدوی برن. سپاه پاسدارا منظورتونه یا ارتش؟ سپاه هم هست. هر دوانه. برن یه حرکت اینجوری کنن. اگه این کارو نکنن، آینده ایران یه آینده سیاهیه و متاسفانه خلأ قدرت به وجود میاد، جنگ داخلی به وجود میاد، چون اپوزیسیون که اصلا شوته. ولی ما الان کاری به اپوزیسیون نداریم. مردم داخل ایران دیگه تحمل این رژیم تروریستی رو ندارن. این یه واقعیتیه. مردم ایران شورش میکنن و وارد یک جنگ داخلی میشن. ما احتمالاً در تابستان 403 یا دیگه خیلی پرش بگیریم بعد از انتخابات 404 کشور میره به سمت جنگ داخلی. ما همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم در هر 16 ساعت یک پلیس نیروی انتظامی داره کشته میشه، یک بسیجی داره کشته میشه. یعنی ما الان جنگ مسلحانه داخلی به صورت آرام و پنهان آغاز شده. ببین خیلی حرفا، هر 16 ساعت یک بسیجی داره کشته جنگ میشه. یک جنگ خزنده داره. بله، جنگ پارتیزانی شروع شده و نظام میترسه، نمیخواد خیلی علنی اعتراف کنه. ولی اینی که من دارم میگم هر 16 ساعت، اینا دیگه نظام اینقدر قضیه علنی بود که اومد تو سایت تسنیم گفت اگر ارتش و سپاه علیه آخوندا و علیه اسلامگرایی کودتا نکنن، که اینا بعید کودتا کنن چون متاسفانه بخشی از سپاه خودمون، من درسته گفتم بخشیشون اومدن بیرون، ولی خب اون ور قضیه هم باید نگاه کنی، بخش جدی از بچهای سپاه مریضی شیعه رو دارن مثل بانو ماندنا، و تا زمانی که این عزیزان مریضی شیعه رو دارن توی سپاه احتمال کودتا هم خب کم میشه. پس آینده ایران یا آینده سیاهیه، تو این قضیه شک نباید کرد. ولی چیزی که ما باید انجام بدیم، حالا که اینا دارن ایران رو به خاطر شیعه نابود میکنن، شیعه شون باید در این ایران هر اتفاقی که میفته از بین بره. و ما قسم میخورم ما تا 2 سال دیگه شیعه رو کاملا زمینگیر کردیم. البته امسال دو تا حرکت بزرگ انجام شد، یکی اینکه بزرگترین روز خاری تاریخ اسلام در فروردین رقم خورد که اینا مجبور شدن کلا شهری بذارن، بگن نه مردم مسافرت رفتن روزه واجب نبوده، اینا اینجوری خواستن خودشون رو خر کنن. اما مرحله دوم محرم امسال، تحریم گسترده محرم و در کنارش کمپین محرم شرابی اصلا معادلات رو عوض کرد. کمپین محرم شرابی یک سازیه که صداش بعدن در میاد. اینکه این تعداد قابل توجه به درخواست من و تیمم در حقیقت لبیک گفتن، مشروب خوردن، گفتن درود بر یزید و لعنت بر حسین، در یک مملکت شیعه با یک تاریخ مشخصی که داره، این یه اتفاق ساده‌ای نیست که الان کسانی بخوان خودشونو گول بزنن. تو اینجا دیگه یه امیدوانای مریض نیست از نگاه بچهای شیعه که یه چیزی بگه، وقتی که اینجا خطرناکه برای این جریان که اگر امیدوانا مریضه که بحثی ندارم، سه تا تختم چون واقعا کمه، اگر امیدوانا این حرفو میزنه و بعد این تعداد قابل توجه میان کلیپ میدن به کمپین محرم شرابی میپیوندن، یعنی معادلات بازی داره عوض میشه و اینجا ما میخوایم به اینا هزینه رو وارد کنیم. حالا سوال اینه آقا این کارو کنیم آینده ایران سفید میشه؟ ببینید آینده ایران چه بخوایم چه نخوایم سیاه هست. ولی سوال، اگر این کارو نکنی به عزیزان راحت اجازه دادی کشور رو ببرن سمت طالبانیسم. سوال، آقای رضا پهلوی که 44 سال یک حرف میزنه، فکر میکنه اینم افتخاره. من 44 سال یه چیزی میگم. خب آدم ببخشید، آدمای داغون یه حرف میزنن. تو 44 سال یه حرف میزنی یا صحبتایی که دوستان کردن توهین نکنیم به اسلام که جریان مذهبی مثلا اونایی که مخالف نظامن نرن در دامن نظام. نتیجه این 44 سالتون چی بوده؟ هیچ. اما نتیجه کارهایی که من کردم خیلی زیاد بوده. بخشی از بچهای سپاه رو از اسلام درآوردم، بخشی از این بچهای پامنبر و جقله‌های رائفی پور رو کلا از اسلام درآوردم، آوردم تو جبهه ایرانگرا. حرکتی که دیگه ای که کردیم، یکی از ضرباتی که جمهوری اسلامی در جنبش زن زندگی آزادی خورد، من اون موقع جایگاهی بین توده مردم نداشتم به مردم بگم برید تو خیابون، اما جایگاه جدی داشتم برای این بچه مذهبی ها. این بچه مذهبی ها که می‌بینی منو می‌بینن یه دفعه رم می‌کنن چون شکست عشقی خوردن از نظر خودشون، و
من اونجا که مثلا باید این بچهای مذهبی رو جبهه‌شون رو مستحکم می‌کردم، از درون جبهه‌شون رو منهدم کردم و اینا نتونستن خودشون رو جمع جور کنن از نظر اون بعد رسانه‌ای. و جای منم چند تا جعلی و منم درست کردم، مثل اون آقای چی سرکوبگر و مثل این ملا علیز برادر چپگر و اینا، چند نفرم مثل من اومدن که درست بکنن، هیچ کدوم جوابگوی کاری که من میکردم براشون نبود. خب اینجا نتیجه کار ما بود که بهشون اون ضربه رسید. بس بنابراین کارهایی که من کردم و تیمم کرده، نمیگیم درست یا غلط، ولی نتیجه ای داشته حداقل. ولی کارهایی که آقای رضا پهلوی و دوستانشون و عزیزان اپوزیسیون و این تحلیلگرها و چه میدونم کارشناس‌ها و اینا که همم کارنشناسن خدا شده، همه کارهایی که اینا کردن بهشون نمیگم کار غلطی کردید، اصلا کار درستی کردید. نتیجه کارهای درستتون چیه؟ من بهتون میگم بعد 44 سال هیچ. ولی من حداقل هیچ نیستم دیگه، یه کاری کردم بالاخره. اینجاست که ما به کار خودمون ایمان داریم. الانم به کسی خواهش نمی‌کنیم که آقا برید پشت گفتمان اسلام ستیزی. ما خواهش تو این قضايا نمی‌کنیم. ما اعتقاد داریم اگر منطقمون، استدلالمون درسته، در طویلن بذاریم مردم میرن گوش میکنن. حالا به جای طویله که ببخشید، ما الان این همه شبکه‌های اجتماعی داریم حرف میزنیم و حداقل الان یوتیوب من سر 80 میلیون بار دیده شده. بنابراین ما الان التماس کسی نمی کنیم. ما چه شما دلتون بخواد، چه در اپوزیسیون چه در پوزیسیون که حکومته، چه بچه شیعه چه ضد شیعه، چه دلتون بخواد چه دلتون نخواد، هژمون نگاه سیاسی خودمونو بهتون تحمیل میکنیم. ما کاری خواهیم کرد که اولین گفتمان سیاسی جامعه ایران گفتمان حذف اسلامیت باشه. در این مورد هم به کسی نمیگیم تو رو خدا پشتمون باشید. ما جامعه رو به زور به این سمت میکشونیم، چون منطق داریم و اعتقاد داریم. وقتی که منطق و استدلال داریم، جامعه چه بخواد چه نخواد، حتی اگر با ما لجبازی کنه به ما فوش بده، شب موقع خواب من رو اعصابش پیاده روی میکنم. ما اسلام ستیزی رو گفتمان اول میکنیم، همونطور که محرم امسالتون اینجوری داغون کردیم و رمضونتون هم اینجوری بوده. از الان به بعد جریان اسلام ستیز جامعه و به خطوط دهه 80 رو هم کانالیزه میکنیم و هم رادیکال میکنیم، میندازیم به جونتون و این جریان اسلامیت بعد از 1400 سال در سرزمین اهورامزدا حتی دفنش نمیکنیم، چون خاک ما رو کثیف میکنیم. اخراج اسلام رو اخراج بشه. ما اسلام رو حتی تو ایران هم دفن نمیکنیم. جونم الان هم دیگه دمتون گرم دیگه. من دیگه رفتم بالا محمد فخرانی قراق کردم. فقط من چون صدای من هست. آره من یه سوال داشتم چون جنبش ریستارت. بابا تو رو خدا داریم بحث جدی میکنیم، میگه جنبش چی ریستارت. تو رو خدا عقب افتاده. بفرمایید. چون من زرتشتی کم میبینم یه سوال داشتم. من زرتشتی شدم. زرتشتی زاده نیستم عزیزم. اولا زرتشتی ها من اولا منده زرتشتی شدم، ولی زرتشتی ها من قبول ندارن آنچنان. بنابراین شما باید برید از اونایی که زرتشتی زادن بپرسید. خب شما مثلا در مورد آیین خیو دو در به ما یه اطلاعاتی بده دیگه. این ازدواج با من با برادرتون خب اینو شما نبودید، اینو شما نبودید. من پاسخ دادم که این قوانینی که شما میگید تحریفاتی که انجام شده دلیلش هم بودم. ما اگر بذار به خانم نیلی من چی بگم، ما اگر این چیزی که شما میگید یعنی خواهر برادر با هم سکس میکردن، بچه دار میشدن، ازدواج میکردن، بچهای ما همه باید یه مش مثلا از نظر ژنتیکی اینا یه افرادی بودن در به داغون بمانند خود شما خانم نیلی. خیلی ممنون، زنده باشه. این چیزا تحریفاتیه که انجام شده، در حالی که ما در ایران باستان همیشه مردان و زنان ما رشید بودن، قوی هیکل بودن، از نظر ژنتیکی بسیار کامل بودن. ما اگر ازدواج‌های درون فامیلی حتی اگر داشتیم، چه برسه به خواهر شما پسرعمو و دخترعمو ازدواج میکنن بچه‌شون مشکل داره، چه برسه به این که خواهر برادر ازدواج کنن. اگر اینجوری کرده بودن که الان بچه‌های ما بالا نسبت بانو ماندانا و دوستان عزیزی که بالا، ولی بچه‌های ما بعد بیشترشون مثل شما شیعیان معتقد و مخالفین ایران و ایران ستیزان یه جورایی از نظر ژنتیکی خلوچل در میونن دیگه. اذیتمون نکن عزیزم. به منم ببین با این کارا تیکم بندازی به من که حریفم نمیشی. من یک تنه 360 ساعت بازجویی رو پیچوندم، نه فقط در ایران، در اسپانیا، سوئد، در کانادا. من کلی با سازمانه امنیتی درگیرم. فکر نمیتونی بیا الان مثلا یه چیزی بگی تو پاچه من بری که الان دو تا رفت تو پاچت نفهمیدی چه جوری رفت. قربونتون برم، شب و روز خوش. قبل از این فراموش کردی بگی من یک ساعت میخوام برم. بخشی چه بخشی از همون نیروی سرکوب دارم پناهنده کشور خارجی. دیشب یکیشون اومد به اسم امید، یک جوون قد بلند خوش تیپ، جوون خوش هیکل ایرانی، یک چه مصاحبه گفت من حالا اینا رو میکنم چقدر تو، گفت من خودم تیراندازی نکردم، گفت چه چشایی در آوردن. همین دیشب من تو یوتیوب خودم هم ترجمه کردم فرستادم به اسم امید،
اومد تو ست اف این مصاحبه رو داشت، بخش دارن فرار میکنن، یه فرار میکنن از نیروی سرکوب گرد. فقط اینم بگم من تو یوتیوب هم دارم خانم ماندنا، تو اتاقای آقای امیر هاشمی بیا، چون ایشون بچه شیعه با وجوده و دیگران که میری من نمیام و من و صد نفر دیگه نمیام. آقای بهزاد به بیراه نبرین این اتاق، قبلا من خودم اینجا بودم، حالا گوش کنین، من نبودم. بعد از تمام تحریفات و تخریبات، چرا داره سال به سال آمار اسمهای نه فقط اسلامی، اسمهای علوی مخصوصا توی قشن به اصطلاح امروزی غیر مذهبی بیشتر میشه؟ اینو بگیم ببینم، این سوالت رو ضبط کردی؟ قبل از اینکه اسلام حق کنه اونا اون اسلام حق کنه. بچه ها الان دیگه همون زمینه میشه. ببین ماندانا جان، شما اینو ضبطش کردی عیسم؟ این سوال رو رد کردی؟ جواب ده بار، ده بار جوابت رو دارم، نمیخوای بشنوی دیگه؟ دوباره خب تکرار کنی. گفتم اول نبوده. آها خب نبودی. خب من ده بار توضیح. اولا که اسم خوده، خب الانم جواب دارم، ولی باز به جواب میدم که به عشق خودت من دوباره جواب میدم. من از بچه‌ها میپرسم که وقتت گرفت. نه جوابتو میدم، جوابتو الان یه دقیقه سکوت کن، من جواب بدم بعد برم که بعد صحبت کنم با تو. اولا که اسمای اسلامی انقدر بی کلاسه، مثل اسم واقعی خودت که فاطمه است. تو اسم واقعی خودتو به خودت نمیذاری، میگی ماندانا. یعنی چقدر اسمای ایرانی قشنگه. اولا فهمه که سوال کننده خودش اسمش ایرانیه، نام زیبای ماندانا داره. دوم از همه اجازه بدید، دوم از همه ببینید، نام های بخش قابل توجه یا نام های ایرانی رو توی ثبت احوال اصلا قبول نمی کنن. سوم، این آمارا رو از کجا در میاری؟ چهارم، خیلی از نام هایی که عجیب و غریب و مسخره است گفتم بیاید نامتون رو عوض کنید، ولی نمیتونید به نام ایرانی تغییر بدید. خیلی از افرادی که قدیمی ترن یه اسمایی دارن که یه خود حالت تحقیر کننده داره. اتفاقا ثبت احوال نزدیک یک ماه پیش اعلام کرد که میتونید بیاید اسماتون رو عوض کنید، ولی نام ایرانی نمیتونید بذارید، علی و حسن و حسین. این از این قضیه. امیدوارم جواب گرفته بشه، ولی اینو ولش کن. شما یک مسئله فیزیکی رو جواب با همین جواب نابجا تمام این شنونده ها. خب اگه اهل فهم و درک و تحقیق باشن، میبینن اطرافیانشون که یه دختر شاید اصلا مذهبی نیست و بچه اولش رو نزد کرده اسمش رو گذاشت امیر حسین. بیاد مثل کف کرده تو برف نکن دوره وریاتو ببینیم. جذابیت اسمایی که تو اولش امیر، مخصوصا پسران خانم عزیز، شما خانم ماندانا جان، شما خانم مجلسی، شما خانم مجلسی هستی، میری تو مجلس عین خودتو میبینی. ببین شما میری بالا منبر. ببین ماندانا، وقتی تو صحبت ماندانا، تو وقتی صحبت منطق میکنی، من میخوام خاک تو دهن خودم کنم. ببینید چرا من اینو دارم، من با جوون و با همه تیپ و عقیده در ارتباطم، خانم کامل بیهجاب، بچه اولشو که نگران استرس داره رو بحث سلامتیش نظره. این الان بحث منطقیه، خانم این تحقیقیه، من دارم به بحث تحقیقی میگم. البته انتظاری هم میسا استادتون آقای مهدی خزعلی هم اومد مثل شما به در دیوار در برای من کوبی. من خزعلی قبول ندارم، خزعلی آره. میگم همه برای خواهد ده لیول از تو بالاتره که، ولی همون هم خزعلی و رجبی و نمیدونم فخرآور و همه خیلی داغونی. آره تو خوبی، ولی من جامعه عدس باز بذاری کنم. وایسا من دارم امید جان، بپرس کی رو قبول داری؟ ولش کن، من دارم جان، من ازت سپاسگزاری میکنم، خیلی ممنون که اینجا گفتگو کردیم. و من از وایسا، نه من آره کم میارم، قربونت برم، من کم میارم از شما، سطح استدلالای شما من از کم آوردم. امیر حسین بیشتری آمار بچهای دهه 80 آره عشق. حالا میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، فعلا که اسم خود دست به نق مانداناست، فعلا که اسم خود دست به نق مانداناست. من که گفتم آره. گفتی فاطمه اسم بی کلاسیه، من نام خودم رو کردم ماندانا. چرا دروغ میگی؟ اگر نه که تو الان تا اینجا این همه حرف راست زدی، من یه سوال میتونم بپرسم؟ آقا نه من رفتم، آقا قربونتون برم، من دارم من شما آقا آرش خیلی ممنون، جلسه خوبی، همه امید دارم. آقا امید، آقا دانه یه پیشنهاد دارم، آقا دانه
آقای دانشگاه یه پیشنهاد دارم نرو. ما برای اینکه ریشه اسلام رو بخوایم بزنیم باید نفت و گاز مجانی بدیم به روسیه، دختر روسی وارد کنیم، اون موقع است که ریشه اسلام زده میشه. شفادون بده. یا این رفت به خودشه. عین محمد، عین پیامبر محمدش به عنوان ازدواجه. ازدواج نمیشه. چرا این مردای ما کلاً اتاق 1200 نفر توی اتاق امیدتون بازم توی اینجا ما خوشحال میشیم باهاتون. عاشقتونم، دمتون گرم. بچه‌ها لطف کردید. دستتون درد نکنه. دستتون درد نکنه. همه ما دارم. من یه مقدار وقتی اچاچا همون زنونش همون زنونش نکنید آقای نوید ببخشید دیگه واقعا بعد برم. ولی باز من دارم خاطر قادری یا چقدر دوست دارم. جونم بایس آقا مایسه خانم ماندانا شما بانو بودید، من یه مقدار با شما صحبت میخوام، کلا سیستمم اینجوری با شما مذهبی صحبت میخوام خیلی بازه، ولی به خاطر خانم بودنتون ازتون معذرت میخوام، ولی هر چی که در چارچوب شیعه بودن بهت گفتم حقته، ولی اون بخشی که چون شما خانومید و من آقام یه مقدار حرفای من شاید میره به سمت جنسی، من از شما رسما معذرت خواهی میکنم و پوزش میخوام و دمتون گرم که تحملتون بالاست. خواهش میکنم من باید معذرت خواهی خودم میکنم به هر حال، بخیر با خانم دارم صحبت میکنم، آره که صحبت دیگه داغ میکنم میرم. آیا امید دانا میخواد بگه من خیلی مؤدبم ولی بازم آیا امید دانا این بخشی من یه لقه عزیزم یه لقه مادرته متوجه حالا من نه ببین اون بخشش که من نزاکتی که داری چون آخر شیر یک بانوی باورمند رو خورده اینو بگیر. نه نه اتفاق اون بخشی که بیاردم هم چیه رفتن هم مثل الله میگه بذارید بکشید ولی بسم الله الرحمن الرحیم. نه 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 یا خول از اول تا آخر ببین 6226 تا آیه دارید، همه آیات میگه بزنید بکشید پدرتون رو در میارین تو جهنم سر به داغ میزنید تو حلقتون اینا، اما بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حکایت منه، هرچی از دهنم در میاد یا های بشارت حالا بده آیات بکش بکش بستگی داره خوب. بستگی داره تو مکه بود ناظر شده باشه یا تو مدینه، تو مدینه ناظر شده باشه یا قتل و فیصلی داره. آره حالا اینو بگم آره چش من همون چیزی که پیام مرزاد کشت و ازدواج کرده میبینه خب اینجا گفت 631 شده با قتل یاد و میدفع بیش بگفت وای این آنیتا این فقط همه آنیتا رو ما کرده حالا آمیتا تو چه اقعه خودتو میکشه آنیتا اجازه بده این دعا کنیم امید یه قفل خودش رو میکشه آخه خطنت کرده امید من دیگه باقی میده اول آخرش مطلبونی دیگه آره البته بگم خطنه متاسفانه آره مانم ناقص کرده خطنه مال یهودیته اینم بگم بهتون آره خطنه مال یهودیته ولی من انتقام گرفتم پسرم خطنه نکرده تا آخر عمرش هم نمیدونم هر وقت خواستی به اسمان خوش بدی یه نگاه کن تو شورت درست میشه ایسان به احترام بانوان دیگه دیگه مثبت دیجهش نکنم پسرت ادبیات قرآنی رو بذارید ادبیات قرآنی همش توهینه الان ببینید این جریان علوی خب مثل یه قطاری که داره با سرعت میره توی این مسیر یه سری پیاده میشن یه سری سوار میشن خب اتفاقا خریدم الان همین قطارا رو بچه هم داره تو خونه بازی میکنه از این قطار بازی ها میدی دیگه بازی جان این قطار داره میره تای دره گوش کن پسر تو هم به اصلش برمیگرده اصل تو هم آدم درستیه پسر من خانم ماندانا بالا پایین هم بکنی پسر من شنبولشو قیچی نمی کنه همون شده برم نمیذارم نمیذارم پسر دست بس خوش بزنه عمل زیبایی انجام بده رو حالتش اگه به اسلام بگرمه میره شنبولش هم میزنه نه نمیذارم اسلام سر میده تا اون موقع شو اگر توبه نکنی نابود شدی و پسرت مطمئن باش به اصل ریشه تو برمیگرده نه مثل تو آقا اینا اصلا آقا من رفتم دمتون گرم ولی دمتون گرم شماها وقتی باهاتون مخالفید میخواید ما رو بکشید وقتی که هم که باهاتون هواداری میکنیم باهاتون این مثل این باجناق بازی میخواید ترتیبمونو بدید واقعا خیلی دینه آقا من 40 ساله میتونم موفق باشید عکسش نگاه کن بعد برو امید عکسش نگاه
البته مسلمان که ما با سلمان پیمانی نبستیم. مسلمان میمیشه وردی چی میشه سلمان، ما با سلمان کاری نداریم. قربونت برم. سلمان فارسی هم یه خائنی بود بمانند همینه ای که الان هستن. قربون شکلتون برم. پاینده ایران هم بگیرم. بگیرم امید جان بیا تو اتاق امیر هاشمی بتونیم اینا از شیعه‌گری برگردونیم، خیلی کار کردیم. من تو اتاق دیگه هم نمیم، این یه نظر وجود داره امیر هاشمی. بیا تو اتاق این بیا اساساً کلاب که جای علافیه، متا آدم میخواد یه خود حرف بزنه. ما چهار تا دوست میاد صحبت کنیم. امید تنها هر کی که میتونه اینه که سپاه کودتا کنه. این گل حرف این امیده که من خیلی باش موافقم. آقا ما موافقیم. آقا آره ما بحث نمی کنیم. امید این حرفا امیدو من نمیپسندم. حالا آخر بچه‌ها. امید جان کودتا که واپس کردی چه طرز فکری داری؟ آقای دانا